گران دوستان و سلامونه و احترامونه بیا هم دوستان عزیز با عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان در خدمت قرار داریم. بالای حوزه جاری افغانستان امروز دوشنبه است 18 اکتبر 2021 میلادی استودیوی مرکزی در کالیفرنیا به سراسر جهان بگویم یا اکناف یا جهان برنامه پخش میگردد و خصوصا در افغانستان. ما میخواهیم از دوستای عزیز افغان ما که تلفن بزنن از طریق وایبر و از طریق فیس واتساپ شماره ها را داریم روی صفحه تلویزیون بالای. یعنی از فرض کنیم افغان ما در سرپل هست، در هیرات هست، در کابل هست، در لوگر و همه اکناف پخش میشه تلویزیون پیام افغان. احوال افغانستان راسن و زنده و چشم دید و انتباهتان بیان بدارین. امروز دوستان عزیز به نظر ما از لحاظ مقایسه و ای که هر چیز به شکل نسبی باید قضاوت کرد، مسائل در مدت بسیار مختصری بسیار خوب با پیش میره. دو دشمن داخلی و خارجی داشتیم که یا قضایای افغانستان اعباد داخلی و بیرونی داشتند. اعباد بیرونی که مستقیم بالای افغانستان 49 کشور جهان سایه افگنده بودند، یک بار 150 هزار اردوی مجهز با بهترین و ادوانس ترین یعنی تکنولوژی عصر ما بالای افغانستان سایه افگندن، سلطان داختن، میخواستن افغانستان اشغال بداره و همه از تو بود افغانستان با اغما ببرن، چون اسلاف اونا کسایی که در قبل 14 قبل افغانستان اشغال داشتن ارتش سرخ هر دو به فرار محکوم گردیدن. در برابر زور مردم افغانستان، در برابر ایمان مردم افغانستان، در برابر عزم متین افغانستان واقعا تاب نیاوردن. و ای البته در تاریخ معاصر جهان همین سرسپردگی های مردم افغانستان انشالله درج تاریخ خواهد بود و یک محک گذاشته شده به آنهایی که از حق عدالت و از استقلال و حریت دفاع می دارن. یک مثال است برای دیگرها که چون افغانستان شما هم می تانین از حق و حقوقتان واقعا دفاع بدارین. در صدر اسلام وقتی پیغمبر اسلام که یتیم به دنیا آمدن، پدر خدا قبلگاه خدا قبل از ولادت یا تولد ایشان از دست دادن و بالاخره بعد از مدت مادر مهربانشان هم رحلت کردن و یک یتیم در وادی عرب با ورسی وجود میگذاره و چون دوست خداوند لایزال هستند هر عمل پیغمبر و حتی آغاز قندیل درخشان بشریت البته مثالهای بود. در خم و پیچ زندگی یا حیات پیغمبر اسلام برای ما درسای نهفته است. در جهادهای پیغمبر اسلام که یکه و تنها در برابر مستکبرین، در برابر بتپرستان اعلان می داره و برگزیده خداوند آنچه خداوند برای اونا می فرسته نسخه می داره، اونا بیان می داره بدون کدام حراسی. جوقه جوقه مردم دوریشان جمع می گردند برای ای چراغ و روشنی که ما امروز از او لذت می بریم و اسلام و بعد تجربه گذاشته شده و حتی به امپراتوری روم اختار و به یک حساب حراس بود. یعنی خط به خط امروز در افغانستان ما میبینیم آنچه پیغمبر اسلام به نمایش قرار دادن، مثال بودن برای پیروان دین بر حق اسلام و از قرآن منشأ و نشأت میداره. در افغانستان پیگیری گردیده در 40 سال اخیر در 2 اشغال و بالاخره مردم موفق گردیدن. حال فعلا هم در یک مبارزه در برابر مستکبران جهان
که صد توطئه در برابر مردم بیچاره و مظلوم افغانستان داشتند، در 20 سال اخیر هم جز یک چند نفر رزیل اجتماع را باریکی قدرت رساندن و اونا چاکیدن و دزدیدن، سرقت کردن سرمایه های مردم و مال و منال یتیم بیوه و بیوزن افغانستان بازی ها کردن و بالاخره فرار برقرار ترجیح دادن، مردم جا به جا در افغانستان گذاشتن، از هواپیماهای باداران خود خدا ویختن، در اموب هواپیماهای چارتر خود انداختن چون گوسپندانی که به چراگاه آورده بودن دوباره نقل دادن، مزدورایی که واقعا به وطن جفا کردن، جفاکاران تاریخ افغانستان. امروز باز هم ایالات متحده امریکا و دیگر ممالک خیل و خطک ناتو افغانستان به رسمیت نمیشناسه. یه حکومتی که به خون مردم افغانستان رقم زده شده، به ایمان مردم افغانستان، که واقعا بعقیده ما حکومت مردمی امیره میگه، وقتی از قرا و قصبات مردم شریف افغانستان جوقه جوقه برخواستن و در 20 سال اخیر در برابر مستکبرین جنگیدن و حراس به دل خود را ندادن و مولود از روی حکومت آزاد اسلامی رقم زده شده، شما چطور میتونین که اگر یک نفر به صندوق رفت و اونا رو شما آرایشان خریدین و زیر یک سلطه مستکبر جهانی آرا و رایدیه ها صورت گرفت، حکومت تقلبی، لوی جرگه های تقلبی را پیشکش کردن زیر سایه و حمایت دیگر، او حکومت قانونی و اما شمول شمرده میشه، اما شمول برای دوزها اما شمول بود، اما دوزها در اونجا خانه و لانه کرده بودن، اما وطن فروش ها برای اونا هم شمول بوده یقینا، مگر مردم های شریف مبارز و وطن دوست افغانستان در اون حکومت راه نداشتن و حتی اونا آر و ننگ میدانستن که در حکومت حتی یک روز بالای کرسی اشغالی که ایالات متحده امریکا و متحدین 49 کشور اشغال داشته بودن قرار بگیره، معاش بیگانه ها را به جیب خود بیندازه و چی خواسته که باز پول مردم بیوه و بیوزن یتیم و بدبخت افغانستان سرقت کنه. بنان ای دوستان عزیز، یک حماسه بود که آفریده شده و امروز افغانستان ما به رسمیت نمیشناسیم، در حقیقت مردم افغانستان اینا به رسمیت نمیشناسند، با مردم افغانستان در جفا قرار دارن و واقعا مردم افغانستان بلگت زده شده، نان مردم افغانستان از دسترخانی از اونا گرفته میشه. طالب در طول 20 سال پرهیز کرده از نان، غذا، روزدار بوده، پرهیزگار بوده، اونا میتونن با یک توتنان خشک امرار حیات بداره، در یک مسجد بیاسایه، بخوابه زیر یک درخت در تابستان، در گرما بیاسایه، به بسیار کم اونا گزاره میکنن، همه تو که در صدر اسلام در وقت جهاد زیر بیرق اسلام و زیر قماندانی و سوق اداره پیغمبر اسلام قرار داشتن، حال هم اونا گزاره میکنن، مگر مردم عام افغانستان که 9.5 بیلیون دلار اونا را منجمد ساختن، در حقیقت حق مردم افغانستان منجمد گردیده، در حقیقت جفا در حال و حال مردم افغانستان صورت میگیره، کافه مردم شریف افغانستان که در 40 سال سنگ زیرین بود حال هم به اونا جفا میشه. در اینجا آهسته آهسته همی حکومت خود جمع جور میداره دوستان عزیز و نشستای در مسکو هم صورت میگیره، در هند هم جغرافیای افغانستان حیثیت حیاتی را به کشورهای آسیای میانه داره، به اتحاد روسیه داره، به دیگر کشورها پاکستان داره، همین مسئله تایپی و لوله های گاز و گاز و اینا پروژه های بسیار عظیمه پاکستان به حساب تعویق میاندازه، هر روزی که بگذره یعنی خساره برای پاکستان است، اگرچه اونا یک چند لاری مال و منال از افغانستان وارد میگرده، مگر
اونا بیشتر خاک افغانستانه که از دل افغانستان ایلوله های گاز، مواد خام و هم به پاکستان و هم به هندوستان رد شوه. در انگام جنگ امی یعنی البته اهمار ایلوله های گاز صورت گرفته نمیتانست، صدمه پذیر بود. وقتی در سراسر افغانستان یک حاکمیت موجود است و پاسبانی میداره برای افغانستان، البته از لحاظ ترانزیت و تاجایی بگویم در حقیقت یعنی بسیار پول به دست می آید و مردم پاکستان از او بهرمند می شند، کشورهای آسیای میانه بهرمند می گردند. به این منوال برای چین حیثیت واقعا حیاتی اقتصادی را داره که از طریق حتی افغانستان به افریقا وصل می گردند. اینه در مجموع دوستان عزیز، وقت و زمان شما خاطیدین که افغانستان یک لقمه چرب به گلون امریکا افتاده بود و اونا به خاطر ترور و تروریسم و امهای تروریسم به افغانستان نیامده بودن، برای ارزوهای شوم و اهداف شوم داخل افغانستان گردیده بودن و بالاخره شرمسار بیرون گردیدن و افغانستان به دست مردم افغانستان افتاده. دیگر به اول حاض انشاءالله این نشستهایی که در مسکو صورت میگیره، در قطر و نمیدانم در هندوستان و اینجا و اونجا، انشاءالله یعنی حاصل خیز خواهد بود برای افغانستان، برای شناخت مردم یعنی حکومت امارت اسلامی افغانستان خواهد بود. این حرفای کرزی و که قانون اساسی، کدام قانون اساسی که شما پیگیری کردین روی جرگه های قلابی دروغین زیر خیمه، اینا را هم باید آمد کرزی عرض کردیم، باید خجالت بکشه. مکاتب دخترانه هم باز میگرده، باز گوشایی خواهد کردید، در چهار ولایت باز هست تا سنوف دوازده. دوشیزه ها دخترکای ما به مدرسه و مکتب میره. در قاموس نه اسلام و نه قانون طالب ها مکاتب بالا از شش برای دخترها حرام نیست، خلاف شریعت نبوده. اگر می بود چرا در چهار ولایت رواست و در ولایت دیگری نخواهد بود؟ اینا هم نظم و اداره و سوق و سیکیوریتی و اینای خود میخوای بسنجه، بعد از او چون اینا حکومت داران هستن، مسئولین هستن، میخوای برای مردم دلسوزانه عمل کنن، یعنی مضبوط کار خود درست آهنین ساخته باز اعلان میدارن. و این امور احترام بگذارین، ارج بگذارین، جهاد به یک نوی درستی به پیش بردن، او را تکریم کنین. در امو حال همی دوزای سرمایه مردم افغانستان پاکستانی است، پنجابی است، آدم کش است، مساجد ویران می داره، چرا به بیمارستان ها میرن؟ حالی دیدم که گند امینا برامدن، امی جز شورای نظار و یک چند نفری که خراسان می خواهیم و افغان نیستیم و شمول پدرام و دیگه و دیگه، این کسایی که واقعا اعلان داشتن که اینا افغان نیستن. وقتی اونا افغان نبودن برای افغانستان چی دلسوزی دارن؟ و حال هم اعلان داشتن که ما داعش هستیم. اون چیزایی که در پانتون صورت گرفت، در امید داشتی بر چی صورت گرفت، در مکاتب حملاتی که صورت گرفته، در مراکز و تک خانه های برادران شیعه مذهب ما، همه از اینا کاری امی مردم بوده. در بالای امو حرکت روشنایی در دیم زنگ کابل، هر کدام اینا خودشان بیان میدارن که ما داعش هستیم، ما همی کار میکنیم، ما تفاوت نداریم، شاخه خراسان داعش ما هستیم. بنان دشمن معلوم است. امروز آنچه بدگمانی ها و اتهام بالای طالبا بود، همی عصر و زمان همی در دو ماه بسیاری چیزا روش کردید دوستان عزیز. آدم از حق نگذره. به هر حال یعنی آنچه بالای پیغمبر اسلام اتهامات وارد که شاعر از دیوانه است، که نمیدانم دروغگو است، تو و نعوذ بالله، پیغمبر اسلام میخندیدن، تبسم میکردن و اعمال پیغمبر، خود قرآن حامی پیغمبر اسلام بودن و اسلام در تهداب و در امون نطفه. و امروز 14 سال بعد امو کسانی که واقعا متعهد به دین اسلام هستن و معرض نمایش قرار میتن و انشاءالله از این مرحله امتحانی هم عبور خواهیم کرد. مردم افغانستان روزهای بسیار بدی را تجربه کردن، انشاءالله سیلی حوادث کمرشان خم نمی سازه
به حکومت مردم افغانستان و حکومت واقعا اسلامی که بعد از 20 سال فساد، بدبختی ها، روسپی خانه ها، می خانه ها و چی میگه تخمر و مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر، اینا مردم آیستا آیستا دوباره پس به یک حالت واقعا شریفانه برمیگرده و دور نیست که همو ارزش ها در آغاز عرض کردیم حریت و استقلال مراجع هست برای مردم افغانستان و بعدا آیستا آیستا خداوند مهربان است، هر چیزی که تهدابی از او با توکل به خداوند گذاشته شده باشه، اگر یک ازدواج هست، یک کانون فامیلی هست و یا بگویم تجارت و مشغله هست و همچنان حکومتداری در یک کشور، وقتی توکل به خداوند بود، از ریسمان خداوند چنگ زده شد، طوری که قرآن میگه خداوند یاری میرسانه و شما خواد دیدین درها از هر سوی باز خواهد گردید، چون خاک مقدس است، از شهدا است، پاکاری گردید در دو ماه از این چهره های کثیف و فاسدی که هم خود فرار کردن و هم بادارانشان عقب اونا دویدن، مو پول دوزادوزی و کسافات و اینا رو با خود بردن، مگر افغانستان انشاءالله با پول پاک، با پول کمایی دست مردم افغانستان اعمار خواهد شد، دور نیست. دوستان عزیز، خداوند نوید داده در قرآن که عقب هر تاریکی روشنی است، آیستا آیستا آفتاب روشنی میتابه. سراسیما نگردین، خدا نبازین، خداوند همه شماست. به هر حال میریم سراغ یکی از ایران. بله، سلام علیکم. بله آقای حسینی صاحب، بفرمایید. لالا بفرمایید. سلامتین، خیلی الحمدلله. یک دو تا مطلب هم میخواستم بفرمایید آقای خطاب صاحب. اول همی که همی مردمی از ما، همی کسایی که در اروپا و در آمریکا زندگی میکنن، من تعجبم دارم از این مردم که در مملکت های پیشرفته زندگی میکنن، بعد هم اصول اولیه زندگی و حرف زدن و کمک کردن هنوز یاد نگرفته. مثل زنای بد میشینه گپای مردم رو گوش میکنن، گپای کسایی که تلفن میزنن، باز گپای از اونها رو تفسیر میکنن. اگه کدام عقل و ایده و چیز داره که کمک میکنن برای مردم افغانستان، خاطر بگویید. اگر ندارید بهتره که خاموش باشین. ای از این یک وقت یک گپ زده میشه، اصلا یک اسمی از اون طرف گفته یاد نمیشه، اسمی از شیعه، اسمی از هزاره، بعد اونا میامور مستقید ملکره اوتر شده اوتر شده. و می واقعا باعث تاسفه. و مسئله بعدی رو من همین پیشنهادی که من با می امارت اسلامی دارم، با عنوان یک عضوی از جامعه افغانستان، هرچند یک عضو کوچیک، که اگر دلسوزی باشه، اگر مدیریت باشه، اگر نیت خیر باشه، اگر انسان خودشو جلوتر از خدا قرار ندهد و همه چیز بسپاره در خدا و در راستای خاص خدا اگر حرکت بکنه، از چیزهای بسیار بد میشه یه چیزی بسیار خوب ساخت. ما فکر ما متفرض ممکنه وضعیت افغانستان بسیار حالا بده، از همین وضعیت بد میشه یک چیز خوب ساخت، به شرط اینکه ما اولویت ها رو در نظر بگیریم. امروز جامعه افغانستان به چی نیاز داره؟ آیا با شکم گرسنه میشه دیندار بود، میشه نماز خوان، میشه روزه گرفت؟ بله، چرا نمیشه؟ میشه با شکم گرسنه میشه؟ میشه. جامعه افغانستان جامعه فقیر است. ما پیشنهادم در امارت اسلامی افغانستان همیه که در هر جایی از دولت، در هر ارگانی، در هر اداره، در هر وزارتخانه فعلا فقط شما نظارت کنید، بانی همون سیستم کار کنه، آرام آرام افراد نالایق، آرام یک فرد لایق که پیدا کردیم، باز افراد نالایق کم 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 بکشین، بیرین همین فرصت تاریخی خراب نشه با کشتار و نمیدونم با چلاق زدن و نمیدونم با تهجر، باز دوباره هم مردم رو بر نگردانیم به دوران سیاه. به خدا قسم حیفه، به خدا قسم حیفه. ما همه رقم حکومت تجربه کردیم، همه رقم نظام و عبر قدرت بله بله تجربه کردیم. حالا وقت میشه که خود ما باشیم. بله. از سرمایه های خودمون استفاده بکنیم. من امیر خواهش میکنم که شما امیر روی امیزی بیشتر تصفیم. بله، بچشم.
بچه شما حسینی صاحب وال خو کسی که شلاق نمیزنه چیزی که حال طالب آمدن شلاق نمیزنن خود ما اینجا خونی جگر میخوریم که همیار شلاق بزنن ولی کسایی که دوزدیدن هم یال همید حمید کرزای خو باید روز شلاق بزنن روز دادا شلاق از طرف ما خو بزنه بود امی عبدالله عبدالله را 20 شلاق از طرف ما باید بزنه در قفص پرتن در یک چارسوی کابل ایلا بتن که اینی آدم اشغال باعث شده بود و امروز بالا سر نشسته گپ میزنه دوزا خو که شلاق میزنه قربان چه مورا خود درست است و خود خانی مردم میداره موتر مردم دوزی میکنه به ناموس مردم تعرضات صورت میگرفت یک تخلف انجام میده او را که شلاق میزنه او را خو به خاطر کدام عداوت شخصی نمیزنه اگر عداوت شخصی میداشت طالب میرفت و سب یک کس اذیت میکرد دیگه میکرد خود تو حسینی صاحب باید کمان که هیچ خبر نباشی از وضع افغانستان همین روز طالب یک چیزی که نمیکنه شلاق نمیزن میگه هر مردم با شلاق نمیشه با گرسنگی کوری گرسنگی اقتصاد قبلی کاذب یک اقتصاد بود با پول با یک چند نفر نخ نخ داده بود از خانه هر کس پولای نخت میبره همیشه شونیم میلیون دلاری که از خانه یا منزل امرولای صالح بیرون شد اینه ما برای ما اگه پولیش ها کنم ما یک تا 50-60 یا 100 دانه بیمارستان ما تجربه دارم چندین بیمارستان ما آباد کردیم در افغانستان به 30,000 دلار شما یک کلینیک میتونین آباد کنید به 30,000 ببینین تقریبا 6 میلیون که هر میلیون تقریبا 10 لک افغانی دلار است اگه شما تقسیم 30,000 کنین چند دانه کلینیک درست میشه و امروز مردم بیمارستان ضرورت داره چند مکتب از درست میشه یا 10 میلیون نمیدانم از خانه قسیم فهیم بیرون شده کاغذ پیچ دلارا او چی میشه یک حکومت فاسد از بین رفته جایش یک حکومت صالح گرفته و مردم اونا نگفتن که بیان نه در حکومت کار نکنین و واقعا مردم های وطن دوست و خدمتگار اگر میخواین هیچ ماش نگیرن بیان اونجا کار کنن هر دفتر میرن همین همایون افغان دیگه و دیگه میدرن چوکی خالیست علی را خب حکومت نگفته که شما نبین کار نکنین در رأس واقعا مردم های خوب قرار داره بانی نموره که اونا کنترل کنن مادونی نه مگر دفاتر باز است هیچ کس طالب تال نیامده که کس بگوی که او برادر امی خودت مامور حکومت قبلی بودی سر کار نبی حتی نمیدانم یک دگروال بود چی بود از می در کابل امی قوای امنیتی دفتر اونجا اسمش هم نشته بود گفتی یعنی ما آمدیم امی دفتر حتی ما دیگه غرض نمیگیریم با خودش چندین بار تلفن کردیم نیامد اونا او کسایی که در سابق بود حسینی صاحب با دوزی، با رشوت، با پولهای حرام عادت کرده بودن و یک ماش دلاری هم میگرفتن آلی اونمو نیست نمیان آل طالب خو نمیتونه که او پولایی را که هر ماه یعنی تقریبا 150 میلیون دلار مصرف میشد در افغانستان 350 میلیون دلار امریکایی در افغانستان هر روز مصرف داشت یعنی شما ضرب بزنین 2,500 میلیون $2.5 تریلیون که در افغانستان مصرف شده خب این خب پولی بود که در افغانستان صرف میشد و به جیبای از اینا خلاصه میشد و مامورین قبلی رو خب چلیپا بکشید باز اگر میای خب کس نگفته که نبیاین اونا خب انگیزهشون دلار بود اردو انگیزه دلاری داشت و همین ماموریت کاذب او دوران به خاطر دلار به خاطر پول برای چپاول می آمدن کس خب خدمت نمیکرد و روز دیدم همین تونل سالنگ یعنی به حدی کپرک داشت دوسته جر و جر که یک لاری میگه که میدر آمد تا او طرف از تونل میبر آمد میگه باید نیم ساعت یا یک ساعت یا اطلاع سفر میکرد او روز طالبا رفتن هم او رو جغلا انداخته و سب قیر کدم مردم هم تو میره و دعا میکنه که اینا رو خداوند خیر بده در طولی سالها قیریزی نگردید این راه ها و مواصلاتی وقتی بند میشن طالب میه موش کمی گوشنه کار میکنه طالب چرا ماش نمیخواه این گلای بابونه که تقریبا ای 20 سال دوزی کردن و چاکیدن رمزدگی کردن امروز طالب میه پاسبانی میکنه وطنشان آزاد کرده ماش هم نمیخواه خوش برزا کار میکنن وارم ما خواهی ماش بتین یک نان برشان بیرون نمیکنن این مردم خداوند
واقعا در غضب گرفتار میدار. یعنی شما هم اون وقعی که روز ببینید اونو چند تا نفری که شما دعوای پیغمبری داشتن، عطای نور و پسر احمدشاه مسعود و همین قشر و گروه شورای نظار کلگی فرار کردن با پولا و دروغ هم میگن که در امو آدم امو برنارد چطوره کهی هم در پنچیر بالا سر باعث تونگر نشسته بود بزغالگه که تیلا میکرد که برو جنگ. خواهی کمه که ببینین که دی دو ماه بسیار کارا صورت گرفته. در سر سر افغانستان دیگه کس کس غرض گرفته نمیتن. مالت، ناموست، خانیت، همه چیز مسئول است. این نعمت خودت ارج نمیگذاری، جشن نمیگیری. با خدا هم باید در گردن یک پرچمی رزیل بالای تانکایش هم گل انداختی. در گردن چی میگه نابغه شرخ ترکی شما گل منداختین. حفیظ الله امین تکریم کردین. امی کسایی که درک داخل شدن و چور کردن از ربانی دیگه و دیگه شما خیر مقدم گفتین گل پاش کردین. و طالب هیچ کس بلا کسا یک تکریم کرده باشه، یک گل با گردنشان خوب بگذارین، یک نان یک شوروای گرم بیرون نکد کسی برشان، ماش نمیخواه، مدد ندارن. اما هر چیزی که پول می ازمی بنادر امروز شنیدیم که امو مالیات بر واردات هم 50% تخفیف داده که سهولت شو برای تاجرین و بیاو که الا که مردیم که مردیم. همین چند نفر خداوند بکشه همه تو از گرسنگی و امروز بادارایشان رفتن برن در کوچای فرانسه عقب امو قهرمان ها بدون که سجده میکدن. عطای نور کجا سور زیلایی که او را بعد از پیغمبر اسلام پیغمبر خود خطاب میکردن کجا هستن؟ برین ببینین که پولایتان کجا برد. امروز فقر یک اقتصادی کازی بود، فقر به اول حاض روی کار آمده در افغانستان. از ایران میفرمایید؟ بله؟ الو؟ بله؟ بله بفرمایید. بفرمایید. خیلی جوری بخیر مهربانی بود. تو خیلی برور. اوه شکر. نه مزایم نه میر خیلی خدای دسترگی پا همون او ساعت زوندهی و سیر دیرم منه نه زوندهی و سیر تشکر میره بانی الان دست کلا کامو تا اینجا خالد این بکار دی پر خدا جو اوره درکی سپیران کی مورد را مو خدا استلیه کلا کی کسی راغ دیار خا دوم را لری وقت نراغله خا مگه در اولی خلاف دی مگه پسر که اتاری را خوب فوش دو بده بیزار اولی مار کم وقتان دیار سپ چرنو راولو تخلش پر از کلا راغله ایم فوشی خدا دی زمان دایل را خدا دی اوسات سلام تو شو خیلی دیار تما زخپلام گاریم پکام نده پکام که گاریم ما بچه بغلان ولایت بغلان نده منگا گاری از بیا پکایره که منگا پنجره شپار پکایره دی بغلان که وای زوره وری وای کاغی وای تو تنبای منگی است ویا آنها خیلی هم از خیلی شب خیلی دکه جفر دکه لشاری دیم شاری برکتی نیم ولی کتال گاه بولی دکه تول گاری برود دکه تول میاد که تاریم دبوزی آقا مال داغ دست رو گنج دیوین ما آقا دیوارم خوشحال است حال می دیوارد زم خوشحال است خوشحال است ما دیگه سعی زم خوشحال است می تاگر می با الله دیگه سرکالان که بوده من داغ تا خال بکاری دائم قبل داغ تا جا هو ولی جمع خود داغ هر ما یه واقعم در ولی گج زمانی مر داغ جا تاگی جا تاگی اورتا این دیگه حالا زمانی مر که من با افغانستان که من دیگر سر افغانستان یه داو سر آخر سرمایه چه زایر خان سرمایه دوباره نو بوده او رکتی دیویل رکتی زندگی من دیگه دکم استاد خیال و روستم دا خالقم در بازار پیم من قاکی من گیج بیست دامی نده در واقعی گل بازین و یا از آن یمر که من دپیگ باشید خانی ارتو اما من تو خامی کرد که بچانی سر واقعی ولی خواهی من گفتم در بازار بود اگر نواخت جن نیست ما دیرم من نه تا آقای تاش تو خود در کی آقای تاش تا خود در کی مزاین ولی که اگر ما دیرم من نه خبر از دکا خبر هر یا لکانم یا تو که مرا کن گولا زخمال پتوکتو خوشحاله این بدکار بود خوشحاله ی طالبان تو خود در کی جمع خبر جاکا زمان سلو دانی زنام متن که دو کلمه تیر رو دکمه ولادار کردند نتونم زیک زمیداری است منگا منگه بغلان
او ډیره مننه تا جار سم بیا خبرې بیا پل وخت کوي او تا قربان سم سلامونه کوه ټولو ته او ټولو ته سلامونه کوه ډیره مننه تا قربان بله سلام علیکم علیکم السلام السلام غفوری صاحب خیر و خیری چیال داری صاحب بشکر جناب خطاب صاحب مردم رنجیده و ستم کشیده افغانستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته جناب خطاب صاحب دوست عزیز ما جناب حاجی صاحب محمد اکبر آزازوی که علاقه خاص به شما و تلویزیون جهانی پیام افغان دارد و همیشه برنامه وزین سخن اوریان را از طریق تلویزیون شما تماشا می کند. سلام و احترامات خدمت شما تقدیم نموده، صحت و سلامتی شما و فامیل نجیب شما را از بارگاه الله متعال خواهان است. جناب آجیسان اکبر از برنامه سخن اوریان تقدیر و تمجید نموده، سخن اوریان را صدای حق و حقیقت، صدای آموزنده و مورال دهنده آزادی خواهی و استقلال طلبی، سخن اوریان را صدای دردها، رنجها، اندو و آواز مظلومان، سخن اوریان را صدای ضد ظالمان، مستبدین، متجاوزین اشغالگر، آدمکشان، وطن فروشان، برده ها و غلامان قدرت طلب و پول پرست توصیف کرده است. اوصاف عالی و ایمان کامل شما را به الله متعال نشانه از خداپرستی، وطن دوستی، آزادی خواهی و صداقت شما به مردم و افتخار آزادی افغانستان می دارد. جناب خطاب صاحب، زمان امرالله ناصالح می گفت که رهبران طالبان اگر واقعا از بطن مردم برخواسته باید در شهرها مبارزه نمایند، نه در غارهای پنهان کوها. این جاسوس رانده شده و فراری مکرر با دهن کج و قواره کپ و کپ و لفاظی های مضحک میخواست مردم را فریب دهد، ولی تاریخ ثابت ساخت که این چهره جاسوس و نوکر بیگانه جز تملق و چاپلوسی دیگر چیزی نداشت. حالا پرسش اینجاست که امرالله ناصالح، احمد مسعود، پسر قماندان احمد شاه مسعود و دیگر دزدان دره پنشیر که تا هفته قبل می گفتن در کوهای پنشیر جبهه مقاومت را تشکیل دادن، حالا در کجا هستند؟ چی تعداد سرباز دارند؟ سنگرهای مقاومتشان در کجاست؟ اگر اکنون به همه مردم افغانستان و جهانیان ثابت شد که همه ایشان در کشور تاجکستان بسر می برند، یعنی ناصالح و کچکلا خان نمبر دو به نقش پای کچکلا خان نمبر یک پا گذاشتند و به امان جایی که کچکلای نمبر یک و شرکای جرمش فرار کرده بودند فرار نمودند، دیگر چی آبرو و عزت برایشان باقی مانده است؟ اینها در طول دوره جهاد برای رضای خدا و ارزش‌های حکومت اسلامی جهاد نمی‌کردند، بلکه برای رسیدن به قدرت و از آن طریق برای فروش سنگ‌های قیمتی کوهای پنشیر که جزء بیت المال می‌باشد و غارت پول‌های کمک‌های کشورهای جهان جنگ می‌کردند. فرزندان این چهره‌های کثیف در کشورهای آمریکا، دبی، این فرانسه، لندن و سایر کشورها در عیش و نوش هستند و ناسپرورهایشان را در جبهه به اصطلاح مقاومت در میدان جنگ نمی‌فرستند، ولی مردم بیچاره و قوم پرست ساده پنشیر و ولایات همجوارش را از طریق فیسبوک تشویق به جنگ می نمایند تا در برابر یک لشکر کار کشته و جنگ دیده طالب که دارای انگیزه بلند می باشند بجنگند و کشته شوند. یقین دارم که اگر امارت اسلامی افغانستان برای این دزدان دره پنشیر وعده چوکی در نظام بدهند، حفظ جایدادهای بادآورده و امنیت حساب‌های پروپیمان بانکیشان داده شود،
بیدرنگ به پای طالبان امارت اسلامی خم شده و غلامیشان را میپذیرند، چون غلامی و بردگی حسی و یک حسی و یکی از خصلت‌های زندگی سیاسیشان بوده و میباشد. و من الله توفیق. بسیار زیاد تشکر غفوری صاحب. اول خود برای آقای اکبرخان ازاد زوی صاحب هم اول خوب علیکم سلام و رحمت الله برای ایشان و فامیلشان و از لطفشان بسیار محبتشان تشکرم که اسمشان آزاد زوی هست، یعنی امو نیکی از این آزاد خان در غزنی بسیار شخص معروف هستن، یک فامیلای محترمشان در اینجا هم در کالیفرنیا قرار دارن، ما با ایشان با ارتباط هستم، با امتو افراد و اشخاصی که نیکا و نبیریشان آزاد بودن، مجاهد بودن، آدم می بالا، امو لانه ها باز هم دارن، امو شیران و بازهای خود ما دوست دارم، امو افراد و اشخاص سجریشان، دوست محترم ما کتاب دو رابطه تحریر داشتن، اسمشان فراموش شد، رفتن تحقیق کردن، او را هم مطالعه کردیم، یک فامیل واقعا مجاهد و شهید پرور، شمرده میشن، ما دوست دارم همه تو افراد و اشخاص ها و با دوز و دقل و وطن فروش بسیار خجالت میکشم، اینا از امو کسای یعنی افتخار افغانستان شمرده میشن، ما با اونا هم از اونا تشکر میکنم که برنامه را دوست دارم. غفوری صاحب از شما هم تشکر. از امرولای صالح فرمودین از سنگر مقاومت کجاست؟ برادر سنگر منگر درد ندارم، سنگر پول بود که وارم با خود بردن، برای همون پول می جنگیدن که پولا نصیبشان شوه، یک چند سبا دروغ گفت، نه چرگی بود و نه پرگی، با یک ترق و پرق همین دروازه پنچیر واز کردن، خودشان کوکاوری گم شدن در سراخا، همون ملت یا مردم پنچیر ایلا دادن، به فقر و بدبختی گرفتار استن، همونجا در مزاری پولشان اونا بردن. به هر حال من تو راست بسیار خوب را تشریح کردین، ما تشکر میکنم. یکی از دبی نقگیه گی سلام علیکم. الو سلام علیکم. و علیکم سلام میره بل. بلی کتاب صاحب سنگه ستوره ما که جوری و علیکم لکم جی غگیه گی سای لیران نقگیه گی ما کتاب صاحب نوراغا خان نوراغا خان میره بانی و میره بانی و میره بانی میره بانی سلامت باشه خطاب صاحب تان منانا کرو دلغه که خطاب سر ما یو نظر در سر شریکو و نظر واسه شاید نسی ما دا ویلی من خطاب سر بعضی خلق دقا پا دا شبکو که سیده یوسف فقیران مسکنان ریختم دا حقم لری یو سنالیگی سیده کاروبار دی دونستا ولی دا بعضی خلق سنالیگی لکه دا بعضی سی دا غگون را پورتکی دی دوگو بعضی خلق کاروبارون دقا بندی لکه رشوت کاروبار بنده لکه خلا کاروبار بنده پس رازه لکه این دا بعضی ظلم ستم زور ازمایی این دا کارون زیادتر این دا بندی او کده کارون طالبان خوشی که دی طول کاروبار سمده نو دا دی او خطاب صاحب او دوان دا خطاب صاحب او هاگه خلقو سی بسی ویلی مونگ وطن دوستانی استو مونگ وطن بانی سر ورکو مونگ وطن پرستانی استو سر خلقو بانی باید اگه بعضی شخ خلقو که لکه وکیل صاحبان لکه دا نور لکه دا نور خلق یو څه کومکونه دي وکړي له دا فقیرانو سره که نور شی نسي کولی له دا خیریه مؤسسو سره له دا نورو مسکینانو سره یو کومک دي وکړي دوی به ویلي چې مونږ وطن پرستان یاستو مونږ فقیر پرستان یاستو څه شول ورک دي ټول بیخي د یو غږ هم نسته خطاب صاحب خو همداسې دا رښتیا وایم خو هغه خاینان دي افغانستان نو معلوم دي هر یو خپل سړی پیژني په افغانستان کې خو مگر آقا که پریدی طالبان خلاف ده اسلام ده اوگوی نیست که ولی قرآن را باسی شریعت گوری شریعت که چه روا ده و چه نداره و که غل پریدی و آقا تا چه اونه وی نپیم یه چه کرشوات خوری آقا تا چه اونه وی او بلده یه چه پناموز خو رو رو ده خو جرائم دی پا اسلام که خو حدود موجود دی آقا باید شریع عمل که کنی که بیا طالب نو دو دوزخ کندی تخپل او دی بلی سلام علیکم از افغانستان میاد. سلام علیکم جناب. خطاب صاحب جورسی. جورسی لالا بخیر خیر خدا گفت. خیر خیر تو. خوشحال نخوش. خیر خیر تو. در کجا هستین؟ والا در کابل هستم خطاب صاحب.
مره میگی چی گپاس اینجا خواهی چی گپام نید چی گپاس اونجا او را برای ما بود اولا آرامیز خطاب شده یک گپ دیستد خیر خیرات اخمانی ما بخان و ناله میکنه یک به جنگ اخده دیگرس آرامیز از قطعی سنگی سر شده در ایراد مرزی مارا خواه میره یک جنگ شکم هست میگه مردم گشنه هست بیادر از این جنگ شکم خود بیس خواهد بود خطاب شده چل کرده چپاول کرده دیگر کردن این جنگ خوده یعنی ما یکونی مانا بود بیس سال چه رو چپاول کردن این جنگ نبود از این چیز نمیگن خوی این مرده کویده تنمی پذیره یعنی بیاتی از بنا موسیمی که زیره ایران گرد نگه غیر از این نماینده ایرانی گرد نگه همیشه یا و مزاره که از فقط مطلق از در ایران گرد نگه آرام آرامیز خطاچه گرد نگه حالا در پنشوش جنگ را در پلانی جنگ جنگ را سلی چیزی نید همطالب در کجا برسه حال وزیفی موت شد چی کده؟ حضرت ماماش وزن در وقت جهاد چی روزهای تیر کرد گوشنگی، تشنگی، از دو خماکم نیسته آفرین، چی خوب کرد میزن؟ ما چی کرد میزن؟ نیزن آسه با کبازیز، نیزن کبازیز به این چیز ما چی نداریم؟ قناعت نداریم؟ او چور چپار که در موبایل مردم رو میکوشم، لازای مردم رو میکوشم، در بزر میکوشم، دخترها رو میگوشم، در کبازی میکرد، زنا میکرد، خصوصا این مردم های شورای نظام پنشهری ها چی حاله که چاست باندد بیان؟ باید پنشهر رو کربلا جور شد، در بزر شدن، خواهد بسر شدن، غیری چور، 20 سال همین سیسه اولاد افغانستان توسط امریکا این مردم بمباردمان کرد، بمباردمان کرد، مردم رو بفهار رسانده بود یک اقلیت کوچک چی کردن؟ حال تیر میزنن دیگه هم بکنن که حالا ایت تو شد حالا ایت تو شد حالا بگیرن کش کنن اما تر که کدین اما تر میبینن این دیگه شد با چی کش کلو آمده در این از فرانسه همچنز باز او رو دیدی سیزده کتاب بالا میاد تاجیکستان چیخ میزنن در فیسبوک ساز در دیگه و دیگه والا اگر تخش و کتاب سیارا مارامی چیز گم خواهی تو انتظار دارن که یک باز یک تور بخوره و سب در افغانستان یک گپ خراب شد و باز امریکایی بیایه و باز یک کس دیگه از بیرون بیایه بازار یار از بالایش گرفته بیارن و خطاب سه امریکا ها بکار بیعقل نیست با گفت از یا کنه یا خوب غیر وطن فروشی دیگه کار نمید مامورم میگو مردفع زیر سایی دیگه کسی آمدن حکومت کردن ناموس فروشی اسلام فروشی های دیگه هیچ کار نگاشتن ندارن نمیکنن دیگه چی کار دارن نگیزه امریکا وطن خود جور بکنن دیگه با گفته این وطن فروش ها اگه از افتیاز پوز کنه در دیگه مرکس ها اینجا بخیز بزن به لندن میره و خلیلی میره پاکستان و قانونی دو یعنی پیشار من یک چیز برات بگویم یک ماه بعد باد فراموشی میره و یا وام گم میشن در سراخ میدرن دیگه همو گرگای پیر وارسه کولا خواد کشیدن و دیگه از نزد دویدن هستن و نزد دندان کندن هستن و نه از جهاد و نه از جنگ دوستم هم خمر و خمار ده کنج افتاده باشه و سب خدا بیغم در آخر عمر تا که یک جای مردار شوه دیگاه ایشان هم همه طور سب ما میاره که دیدیم یا اگه واره بیخی تیلام کنه بیارم و آمده نمیتونن بله خطاب سه هر کدامش که از جنابکارهای خود نیوزبک از جنابکار خود بزن از آراج بزن وطن پروش خود بزن پنچری از ناموس فروش خود گپ بزن خو مبزن حالا یا کلی شد میگه پوت ماندن خواهیم زمین طالب در آمدن طالب بیچاره 20 سال جنگید با قابل شما و حکمتش بود یا توسط تحریف به 52 آمدن اینی شورای نظر اینی پتخت ها یکیش مارشالی گرفت مارشالی آخره در ایجان خد میشه و جنرال دوستم خان کرد و هم در ترکیه شیشتن حالا بیچه که بچه که فیلم آشا شدید تو خود ترکیه خواه کردید غیر شراب کرده تندید گو گره این امر لا ساله و نا ساله شای سال رئیس امنیت بود خطاب سای آروسی های مردم رو با مرمان کرد جنازه های مردم با مرمان کرد بنام یعنی که پشتون است بگه یعنی القایده هستی دایش هستی نیست ایش آخر بدرش پیشوی شیدان کرد خداوند یه توا کرد هم بیادر خدا بیادر هم برادر خدای دم توپ داد گفتی بازی هم بیعقل هم و بیادره که ازو شاید آدم عجز بوده او رو روان کده پشت پیسه گفتی بازی عقب پیسه پولایی که در خانه در
صندوق مانده بود میگه 8 میلیون دلار که حالا بده و بیادر که کس در آمد میبره. همینجا ما شنیدم از کسی میگه او را بکس برده بود باز اونجا دیگه بیادرهای پنشیر در جانش افتاد که از من سود از من وزیر میگه کشتن یا چطور کردن و به هر حال همه طور شده است چطور کنیم. تشکر از خود دوستان عزیز. میریم سراغ اعلانات، یک وقفه داریم، لطفا تشریف داشته باشید. برمیگردیم. برنامه جالب است، هم در فیسبوک، هم در جادو، هم در پیام افغان تی وی دات کام. شما میتونین زیر لاین ها هم مشغول است، تلفن بزنین. برنامه ما فضل خدا بسیار بیننده داره و علاقمند زیاد است و از هر طرف تلفن میاد که من عضو تلویزیون میشم و مهربانی میکنن، کارتای خدا برای ما میده یا چک میفرسته. بسیار زیاد تشکر دوستان عزیز، شما بسیار مهربان بودین با تلویزیون 24 ساعتی پیام افغان. شما هم اعضای ما هستین و هم بیننده و هم همکار. ما میبالم با همیتون افغانهای شریف و نجیبه که از هر جهتی از هر طریق ممکنه میخواین در یک جهاد و یک رای خیر با ما اشتراک کنن. میریم سراغ اعلانات، برمیگردیم انشاءالله. سوپرمارکت بزرگ مدینه در شهر آمبور بیل اشتغاسر شماره 121، یکی از بزرگترین مراکز خرید مواد غذایی افغانی، ایرانی، ترکی، عربی، هندی و پاکستانی به طور عمده و پرچون در خدمت شماست. در مدینه سوپرمارکت مواد غذایی، برنج های باسمتی، الکریم، امران، روز علف، بهترین شیرنیجات، ترشیجات، عرقیجات، کانسرباب، انواع میوه های خشک وطنی، لوازم خانه و آشپزخانه، چای الکریم، لوازم دیکوری و زینتی خانه با قیمت‌های کاملا مناسب در خدمت شماست. همچنان شما می توانید امروزه چپلی کباب تازه از گوشت حلال، نان سنتی افغانی، رود، بولونی تازه را از مدینه مارکت به دست آورید. همچنان پارکینگ اختصاصی در خدمت شماست. آدرس مدینه سوپرمارکت، بیل اشتغاسه شماره 121، شهر آمبورگ. متاسفانه زمان به عقب بر نمی گرده، ولی من برای آیندم یه وکیل خوب می شناسم. هیدری لا گروپ، 818-818-0707، heydarilawgroup.com. استیتیش سان میدیسن، کلینیک مدرن دندان پزشکی در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33، با سرپرستی دندان پزشک مریم تالی، دکتر دندان دیپلوم از دانشگاه شهر هامبورگ، متخصص امپلانتولوژی یا کاشت دندان و مواد آلمانی. استتیش سان میدیسن یا زیبایی دندان پزشکی. در این کلینیک با تکنولوژی امروزه و کاملا جدید عمل جراحی دندان، حسب کشی، پر کردن ریشه دندان، تداوی لثه دندان، سفید کردن و تمیز کردن دندان ها اجرا می شود. در این کلینیک کلیه امور در داخل لبورها و سیستم اصل آلمانی اجرا می شود. کلینیک مدرن دندان پزشکی استتیش سان میدیسن در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33.
برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لندن، انگلستان شرکت پامیر لندن. قابل توجه هموطنان عزیز، احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا. این استودیو در تهیه و ترتیب و فیلم برداری کلیپ های تجارتی با تکنیک پیشرفته امروزی آماده هر نوع همکاری می باشد. شما می توانید اعلانات تجارتی و فوتی خیش را با همکاری احمد شریفی از تلویزیون جهانی پیام افغان پخش نمایید. برای معلومات بیشتر با آقای شریفی با شماره زنگ تماس گیرید: 0049 176 483 40481. هموطنان عزیز مقیم امریکا، شرکت دربار فود افتخار دارد که برای مصرف فامیلی، محافل و رستوران های هموطنان خیش برنج لونگی سیله و اسم دربار و دربار شاه و همچنان مسالجات به ذوق افغانی وارد می نماید. انواع برنج ما دارای قابلیت جوش اضافه بوده و همچنان با طعم خوش و دمیدوی فوق‌العاده خود و زیبایی و مزه دسترخوان شما می افزاید. امتحان شرط است. دربار مزه دسترخوان شما. 41 million people will be on the brink of famine by the end of this month. Severe drought and endless conflicts have destroyed livelihoods, pushing them to starvation. Islamic Relief is on the ground providing direct aid and sustainable solutions, alleviating their suffering one family at a time. Donate today at irusa.org. سانکر مدیکال سوپلای کلی لوازم طبی را تحت پوشش مدیکر با تحویل رایگان در منزل در 38 ایالت آمریکا فراهم می نماید. این لوازم شامل کفش های دایبیتیک، کمربند و قوزبند حرارتی، زانوبند، مچبند، ساپورت مفاصل و صدها لوازم دیگر از جمله دستگاه های حرارتی و دارای ماساژ می باشد. ضمناً این شرکت مفتخر به ارائه جدیدترین دستگاه اندازه‌گیری قند خون بدون نیاز به سوراخ کردن انگشت از طریق بیمه می باشد. عزیزانی که از این خدمات استفاده می کنند، علاوه بر شرکت در قرعه کشی ماهیانه صندلی فول بادی ماساژ، از جوایز ویژه ماهیانه ما بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر با 818-456-4480 818-456-4480 تماس حاصل بفرمایید. گران دوستان و سلامونه و احترامونه بیا هم ستاسو خدمت کیو ده افغان پیام تلویزیونی خبرونه ده سپینو خبرو برخه ده افغانستان په پیښو غږیږو. البته ستاسو نظریات غواړو چې
فکر که لری دوستان ما از افغانستان تلفون میزنن از ایران و دیگه اکناف جهان صحبت میدارن مجموعه افکار افغان ما اگر فرض کنیم آقای حسینی از ایران تلفون کرد انتقاد نمود او را باید عرض بگذاریم و اگر یک کسی آمد تمجید کرد حکومت امارت اسلامی افغانستان او را هم باید عرض بگذاریم یعنی در اجتماع افغانای ما گلمند زیاد داریم مگر اشخاص عامل بسیار کم داریم اگر یک کار به کسی سپردین و او را به پیش برد وقت خود صرف کرد و خواست برای دیگرای قربانی وقتی ارائه بداره و قدم بگذاره باز آدم میگه که ولی همی آدم خب حق داره ما ولی جدی برتان میگم گپ زیاد میزنیم حرف زیاد زده میشه مگر وقتی یک کار ما حول شوه به کسی او هم بلایواز و خوش برزا او آدم ها باز بسیار کم شما میبینین ایرا سایلنت مجاریتی میگن یا کسی که حرف میزنن و یک کار یا انجام نمیتن یا منتقد هستن یا قهر هستن او را در اجتماع خود بسیار زیاد داریم و او حق هم است برای از اینکه یک اجتماع متعدد احزاب و فکر و دیگه و دیگه زیاد بوده یا پیرو هستن یا مغزشان شستشو شده تو یکی خو آزاد فکر نمی کنیم یک بار یک چیز را می بینیم یا عکس را می بینیم قضاوت می کنیم یا یک ویدیو را می بینیم اگر از 10 سال 20 سال قبل هم انداخته و از حتی از یک کشور دیگه را یک چند نفر افتاده و سب جان باخته یک بم افتاده میگه ای خو سب طالبا کده ای کار این سب در پنچه رفته این مردم کشته شده یا اجساد یک 50 نفر که میبینین ای جرم طالب مرتکب شده ولی بیا او را پورا کو که امی عکس از پنچه در پنچه بوده یا امیر طالب کرده شما باید حقایق درک کنین بنابر حقایق چی بله سلام از افغانستان صحبت میدارین بله بله بفرمایید بله السلام علیکم خطاب صاحب و علیکم سلام از بخیر خیر از کجای افغانستان آرام آرام است آره. جناب خطاب از کجای افغانستان میفرمایید ما از افغانستان هستیم از ولایت فاریاب او بسیار عالی خب ما مورا میخواستم بفرم چی گپاست در فاریاب بخیر است خیر و خیر آرام آرام است خطاب صاحب در فاریاب یعنی مردم چطور آرام است میگه کلگی از گشنگی میمره خودت میگه آرام است بله خب مقصد گشنگی هم است جناب خطاب سیف خب مقصد راست دیگه گشنگی هم است طالب مردم راضی هستن از حکومت اسلامی امارت اسلامی اوضاع بازار و نرخ و نوا و سبیه را برای ما قصه کنی قربانی شد مشکلات او خواهد است یعنی برای ما قصه کنیم چشم دید خودت از فاریاب که با تغییر امی حکومت که حکومت قبلی رفت حالی آمد یعنی به نظرت خوب کار شده یا بعد از چی هست یعنی برای من تشریح کن قربان شم جناب خطاب صاحب حکومت قبلی هم اینم 50,000 در بینش فاسد بود 50,000 فاسد بود؟ این 50,000 کلان پاسدا بود دیگه این حال 35 میلیون انسان نفوس وضعش خراب است آم امیره میگم حالی وضعش خراب است خب پیسار همون 50,000 برد به امرای خود نیه هر نفر که 10 میلیون 20 میلیون برده باشه یه پیسای مردم ها بردن حکومت داری خراب کردن نیه دیگه بردن پیسای مردم ها بردن دیگه این پیسای ما شما قید است در پیش امریکا آلی خودت برای چی تلفن کرده بودی که اینجا چی بگوی؟ من همه تلفن کردم یک بار تان زنگ زدیم آه آلی آرامی است اما اصد خوب هستم تو جنگ و جدل شب و روز بگردین هیچ گب نیست خب امو این خوب است هم کار شده که آرام هستین کس غرض نمیگیری تانه دوزا دوزی کم شده به خانه تان کس نمیدره دو بجه بگردین هیچ جنجل و کلکل ایگه پا نیست از ایگه پا بیغم هستی
یعنی همین چیزی که حالی میگی همین خوب است یا بد است همین تو یک چیز؟ حالی نمی خوب است که کمی همین اقتصاد و مردم خراب است. حال آرامی است، اقتصاد و مردم خراب است. اقتصاد مردم خراب؟ ولا بیادرم اقتصاد مردم خواهم سابق هم خراب بود و یک چند نفر که به دلار معاش میگرفتن و موها آرام بودن. ولی ازی که خود آقای اشرف غنی یک وقت گفت که 80% مردم زیر خط فقر زیست نداره در افغانستان. اما تو نبود؟ بله همین رقم که بود اینه مثال بعضی مامور بود و معلم بود اینه اینا را ماش نیست اینه وضع اینا خراب است. اونم را میگم. بسیار تشکر لالا بازگرد میزنیم. بله سلام علیکم. بله الکوزای نام دارین شما؟ الکوزای از کانادا کدام نفر به نام الکوزای؟ سلام علیکم خطاب صاحب. وعلیکم سلام. سلام علیکم. وعلیکم سلام. صحتتون خوب است انشاءالله؟ خیر و خیریت صاحب. اگر اجازه بدین من یک دو دخی شما رو میگم. بفرمایید. برادر محترم اول از کرزای ما شروع میکنم که کرزای عبدالله شیرزای مسلم یار و تمام جنایتکارای دیگه که فعلا در افغانستان زندگی میکنن اینا باید به دار رویزان شوند و یا دزدایی نبودن که از مجبوریت دزدی کنن یا کسایی هستن که از عوض دزدی کردن وقتی که دلارای امریکایی رو دیدن دل باختن ناموسشان وطنشان تمامیت ارضی افغانستان همه چیز فراموش کردن. در خدم دوم از جامعه مدنی از افغانستان عزیزان ها مپرسان میکنم مستقیما از طریق تلویزیون شما که اینا با زنان افغانستان چی خدمت کردن جز ترویج فحشا بیدینی برهنگی و تمام فجایعی که علیه اسلام بود اینا انجام میدادن. ما باید شکر بکشیم به امارت اسلامی. امارت اسلامی صدها بار اگر ما سر سجده به بارگاه الله بانیم که از گیر دزدان نجات یافتیم، از گیر وطن فروشان نجات یافتیم. جوانان رشید، جوانان که آل وقت است که اونا مثل اولادای ما و شما رو برن گیم بازی کنن، برن بازی کنن به بیرون، تو بازی کنن فوتبال، اما او بچه های ساد هستن به خاطر حفظ ناموس ملت مظلوم ما. ما باید خوش باشیم 21 سالی جوانان رو از میدن نا نخوردن، پیاده گشتن در کوها، هیچ کسی اینا را جای نمیداد. امروز آمدن وطن آزاد ساختن از گیرش غلگرا و دزدا. ما باید شکر بکشیم. اگر چند روز دخترها مکتب نرفتن کدام حرف نیست، شریعت اسلام برجا شد و همه کس میرن مکتب، همه دخترها میرن مکتب انشاءالله. و اگر زمانی که اقتصاد درست شوه گرسنگی از بین میره و این گرسنگی خود از زمان طالبان آمده. 21 سال پیش کشور گشنه بود، دزدا برد تمام سرمایه را، از خانه های از این دزدا پول پیدا شد. حالا همین امارت اسلامی را بانند که نفس بکشه یک دقیقه. یک طرف میگه زنا مکتب نرفت، زنا کار نرفت، از دیگه طرف میگه گشنه است، سرکار نشان میتن کشتکا گدایی میکنه. آیا پیش از امارت اسلامی های گدایی نمیکردن؟ آفرین به مردم امارت اسلامی، صد آفرین به شیر که اینا خوردن. و الله سبحانه و تعالی، الله لایزال اینا را همشان ملبس به عفت اسلامیت و نگهداریشان کنه در بلا و مصیبت. با شما برادر عزیزم که شما مثل از اونا جهاد کردین. خطاب صاحب شما رو میگم شما هم جهاد کردین علی اشغالگرا، علی دزدا. آفرین بشیر شما، بشیر که شما خوردین و آفرین به پدر و مادر شما و لا اولادکایتان نیکمل و نیکسالی با دین ایمان کلان کنه. سرفراز و موفق و کامگار باشین. ما بسیار دیر بود به تلویزیون زنگ زدیم و صدای ما اگرچه ما همیشه به پروگرام صدات و همیش تماس می گرفتم، از طریق شما به اونام سلام خودم می رسانم. خداوند یار و مددگار شما. بسیار زیاد تشکر. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله. از دعایتان بسیار زیاد تشکر در حق ما. و یک چیز برتان بگویم خواره که گرم. ما هر وقت جلوی میکروفون و اینجا نشستیم ما همی
ثواب از خداوند خواستیم. شاید ناسزای مردم شنیدیم، تانات نمیدانم اتهام و دیگه و دیگه، طالب نکتایی میپوشه و کشتو میکنه، چیزایی که واقعا برای ما قابل فهم بوده. مگر گپ سری نیست که طالب است، نکتایی میپوشه، پتکایی میپوشه، لباسش چی طوری است، دیگه است عمل مردم سرش فکر کنه. و دین اسلام تنها به طالب تعلق نداره. دین اسلام به هر لباسی باشی، به هر نوع خدا بیارایی، قلبت، فکرت، اعمالت اسلامی باشه و خودت هم هستی. یکی در رتبه طالب قرار داره، یکی در رتبه منصب مولانا قرار داره، یکی یک سکالر است، یکی یک انجینیر است. اسلام در همه امور انسان راه داره، قانون نامه است که مقابل مطابق از او در چارچوکات از او، در چارچوب از او باید رفتار صورت بگیره. او دول از او را طالب هم خراب می سازه و غیر طالب هم. و ما از راهی دور ده هزار مایل دور از دامان افغانستان در اینجا همین چتر و همین چراغ و حیث یک جهاد فکر کردیم. واقعا همیم شریم و گفتن ما را باید همین انداخت که در دل ما چی بود رو بگویم. یعنی جهاد انواع داره و یکی از او جهاد تبلیغ هست و تبلیغ بهترین حربه و جهاد میتونه باشه که واقعیت ها را بیان بداریم، نه دروغ، نه اخفال، نه اهداف شخصی و چی میگه غایه و خواسته های شخصی انسان در اونجا مطرح باشه. فی سبیل الله. به اول لحاظ ما به گردن بلند از مردم پول خواستیم که به تلویزیون کمک کنین که شما هم در اعرابی جهاد با ما اشتراک داشته باشین، که فضل الهی دوستایی که با دل فراخ، با دست فراخ سخاوتمندانه لطف کردن چراغ توسط یعنی مجموعی از کمک‌ها در شریان اقتصادی تلویزیون لطف شده به پیش میره. ما تشکر میکنم. یک مطلب بسیار مختصر برتان عرض میدارم. مصطفی جان شماره تلفنی که اگر عضو تلویزیون پیام افغان میخوای شوین میاندازه و آدرسم. یک چیز برتان، در نیویورک یک مسجد آباد میشد. برای ما داستان کردن که اگر افغان میگه بسیار پول داره و بسیار دل سخاوتمند داره، میگه او آمد که می مسجد کلی پولایش ما میتونم، هیچ تکلیف نکشین که پول جمع کنین. میگه کلگی و گفت درست است، ولی کار اگه میکنی. فردای از او آمد که نه، ما کل پولا را نمیپردازم. یک آدم گفت که چرا دیروز چیزی گفتی امروز چیزی؟ گفت من اون را که فکر کردم که ما نمیخوایم دیگه مردم از این ثواب و از این رای خیر محروم بسازم، بگویم کل شما چون پول دارستم او را چی میکنیم. به اول لحاظ ما هم این ثواب نمیخوایم که کل شما داشته باشم. به اول لحاظ صدای خیر، ارسال یک چارقران به شکل خیر و مهربانی، ایره بیان که همه مادری ثواب و کار خیر با هم اشتراک داشته باشیم. به هر حال از افغانستان میفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. خطاب صاحب خوب هستی؟ صحت خوب؟ خیر و خیریت چال دارین صاحب؟ مهربانی میکنم. خیر خیر. از کجا میفرمایید؟ از شمالی. بسیار حالا بفرمایید صاحب، بسیار خوش میشه. بچه همه شما مسئول در کس کس از ما دیگه نمایندگی نمی کنن نکده، از اول تا آخر خیانت کرده با ما مردم شمالی. گفته همه تا مردم باید بفهم آگاه باشه. آنی تا آرامی که حالی از در عمر من 60 سال با بالا عمر مست تا آرامی من نهیده بودم وقت موزایر خانم. برای خودت آنها معلوم از دیگه این مردم بهتر پشت بانه میگردن. قرار قراریست، من خود امام دختر دارم دیگه دارم، مکتب نرفت قیامت خونه قیامت شد. اوران به شکل معقد صاحب تالی دو ماه نگذاشت از حکومت، همین دو ماه خو مردم میره رخصتی هم. خدا خیر پیش کنه. این مردم را میگم که بیدر گفته ایمان بنامه تاجو که دیگه و دیگه گفته ایمان تا اول خط میکنه ماهی میگیره. درست میفرماید. ما امیره میگم، امیره علی پیشتر یک نفر گفت که شمالی وال باید خائن شمالی را از یخنش بگیره و فرزن جلال باتی بند. یعنی عقب ای که والا قراری آرامی که چی هست نه
قطع میشه یکان دفعه بفرمایید سب بفرمایید بسیار کوره دفعه سر خدا گم بایی کس میاد از دست از زمیاد اولا عزیباد ایتیاد تانا بله بسیار تشکر قطع میشه بسیار زیاد تشکر در فیسبوک فرشته جان پیدا است سنگه فرشته جان بیا ولی دل خدایو که جور وسی تا قند خوری نوی لیدل مسکل خدایو که ناجور نه زد اغدا بیارا پیدا است ولی بله سلام علیکم بله السلام آقای خطاب و علیکم سلام بفرمایید ما احترامات خود با شما به همکارای تخنیکی تانا به بیندگاه محترمتان تقدیم میکنم و روز مولود شریف و به تمام مسلمان های روی جهان بالخصوص افغان ها و علال خصوص به برادران مجاهد خود در کابل تبریک میگم و امسال یک سال بسیار نیک است برای از اینکه همیشه مولود شریف به دوازده هم ربیع الاول است و امروز روز دوشنبه است که همیشه اونام به روز دوشنبه تولد شده و انشالله یک سال نیک است برای برادران مجاهد ما و به تمام هموطنان مسلمان مؤمن و مجاهد پرست ما و همچنان میخواستم یک گپ دیگر با آقای کزه که چمشیر ما بسیار خوب گپ دادن کل گپ رو ناز دادن من دیگر دو علا نمی کنم تنها با آقای کزه همه میگم که مردم کابل میگفت که چلو سا به کبگیر میگفت شکاف های دوی بی یعنی به خیلی بحثش هست و دیسه کمونستا و حکومت مجاهدین من اینه میگم که وقتی کمونستا به قدرت مدن اولین کار کردن یک تعداد بندی کردن یک تعداد به شهادت دستندن یک تعداد گفتن به خانهایتان بشینید و یک تعداد دیگر گفتن که به کار سه روز بعد اونا رو گفتن که شما تبدیل شدید مثلا من خودم مدیری قراردادهای فرنگی در بست چهار کار میکنم من در بست هفت ریاست تهیه و خریداری باید رعیت خریداری مقرر کرد کمی خودش یک دفعیم بود که بلاخرم از کار خود خودم ایلا دادم آمدم باید معلومه در مکتب دارم نرفتم و اینال وقتی که طالبا از اینا میخواین که کار کنن و کسایی که کار نمی کنن من برشان میگم که این کفران نعمت است اگر اینا مثل کمونستا و یا مثل حکومت کرده و اشرف غنی کار اهل و نااهل میدادن شما برو تحمل کردین و امروز به کارتان نمیایید این کفران نعمت است انشاءالله خسر دنیا و الاخره میشین خدا کنه نشوین اما میشین و من به این روز مولود شریف میگم که اون کسی که طالبا را کمک میکنه اون کسی که طالبا را به اصطلاح امروشان همکاری میکنه مخصوصا از طالبانی از دین مقدس اسلام است بله بله طالبا کدام حکومت این خانه خانی کل ماست بله. کل ما مسلمان هستیم و اون کسی که بر علیه اسلام است اون کسی که بر علیه استقلال است انشاءالله خسر دنیا و الاخره بشه بازم مولود شریف به همه تبریک میگم خدا حافظ نظر درود به روح پاک پیغمبر اسلام تحیات واقعا یعنی ما بارها گفتیم یک آرزوی زندگی ما که البته برآورده نمیشه تاریخ باقی نمیره که اگر ما حیات میبودم در وقت پیغمبر اسلام و زیر امر پیغمبر اسلام قرار میداشت مگر باز میبینم که زیر امر پیغمبر اسلام قرار داریم آنچه امو لیدر و پیشوای اصلی مسلمان هم پیغمبر اسلام بودن یادم میاموزه وقتی تو یک الگو موجود است محک موجود است یعنی تولد تو یک چراغ قندیل و رهنما را آدم باید مباهات کنه خرسند باشه بله سلام علیکم سلام علیکم آقای خطاب و علیکم سلام بفرمایید با سلام خدمت تمام وطنا خدا کنه که مزایم تو نشده باشه نه تعال خونه شده نزیباد نشید بله تازه صحبت ما تلفن ما همیشه انتقاد آمیز است بله ما توقع زیاد نداشته باشم یکیه یا با درست است خب بفرمایید هر چیز که دم دلک دست بو قدی عزیز بو از ما توقع زیاد نداشته باشم که مثل که چند چاپلوس اینجا زن میدارم نه او را امیر نگو یکی چاپلوسی میکنه و خودت بیادبی میکنی او را نکو بیا گپ بزن قراری که در گپی تا بله نگو که او بیادبی کوشش میکنم نکنم و مذت میخوایم خواستم اصلا صحبت خود راجع به زایر شدن زبیه الله مجاهد رفته قبل که چگونه اینا زایر شدن در تلویزیون شما ابراز نظر داشته باشم ضمناً بیرق افغانستان و بیرق طالبا ولی وقت کم است فقط قدر میگم که زبیه الله مجاهد زایر شده در تلویزیون شما
ما بلایه از نو داریم و شما داریم. مسائل را مطرح کردین، مثلا مشکل داعش با طالبا، مثلا شما سوال کرده بودن که امیر المومنین کجا است و چرا ظاهر نمیشه، و سوال دیگه اینه که شما ظاهر گفته بودن مشکلات ایزنا با شبکه اقانی که نمی باعث ازی شد که سبیولای مجاهد بدون دعوت دفتن باید تلویزیون شما یک اندیوالی کنه و به گویا به ملت بفهمانه که هنوز است و شما را یک دل ترحم است از شما دست کش کنه که نیمه هنوز است و از یاد ما نرفتی. یعنی میره خدا کنه سبیولای مجاهد و همکاران یک روزه در تلویزیون ظاهر شده و مردم خردمند ما که پیگیری برنامه شما را میکنه در این قسمت نظرات خود بتن و صحبتایی که شما داشتین. البته جز از ابهام چیز دیگه نبوده، مثلا شما گفتین تصاویر را پخش کردین از احمد مسعود و بعدا گفتین که با یک عکس استناد میکنن و ساعتها بحث میکنن و میکنه خودتان کردین، در حالی که این جز از دروغ و افهام. یک دقیقه باشه، یک دقیقه ما او را عکس های مرده هایی را که چویتش معلوم نیست او را گفتیم پیوند میکرد. یک چند تانک رد میشه، میگی تانک ها رد میشه و ضد طالب ها در جنگ قرار دارن، در حالی که چی مایون افغان و چند رسانه اونجا میره میبینه که جنگ نیست. او را گفتم دروغ است، با اثبات هست کردیم. مگر یکی اگه آدم خودش موجود است، پایه لوچو صاحب بسیار چیزای کلماتی رکیک در رابطه از گفته بود که شما ایر الگوی مقاومت میبینین، ببینین چطور که ای لوچه نده فرانسه میگرده و خود از او آدم استاد بود. او را ما کدام وارونه کنید. شما اگر اجازه بتین صحبت های ما ختم شد، تلویزیون از خود شماست و شما میتونین که انتقادات اگر داشته باشین دست کنین. خب حالا تمام کنید خیلی خیلی که ما گپ بزنم باز. بفرمایید. تمام شد گپ های خودید؟ نه خیر نه. خب بفرمایید. البته عکسایی که شما پخش کردین عکسای فتوشاپ شدگی است. من منظورم از دفاع از احمد مسعود نیست و شما گفتین که جبهه مقاومت وجود نداره و بعدا گفتین که جبهه مقاومت حتی سر و کلهشون از فرانسه برآمده که اینا با داعش میخواهن که ولی او اما کلیپ ندیدی و آدم خودش صدا کرد گفت خواهی اجازه بتون که من صحبت خب بفرمایید زود تقریبا 4-5 دقیقه شده. و البته این به نفع ایش کسی نیست که مقاومت دوم تشکیل شد و مقاومت سوم افغانستان که سقوط کرد. مناطق دوستم خود ازبکا تسلیم و طالبا کرد، مناطق پنشیر خود پنشیری ها تسلیم کردن و همچنان مناطق دیگه که اصلا تصور از اون نمیشد با قانیت طالبا پی بردن، اونا با لبه گفتن به دعوت امارت اسلامی و اونا تسلیم کردن. اما این که مقاومت وجود نداره، با تاسف مقاومت وجود داره. در کجا داره؟ از اشخاص چاپلوس که من یادآوری کردم، آقای نیازی فرض مثال، آقای غفوری. نه نامای مردم نگی بیاد. در کجا سم مقاومت که بگی خود در کجا سم شخص دیگه که از نه واربان جرمنی سم تو دیگه بیاد و اینمی پیروای اما چای مسود همی هست. اینمی هر کس که تلفن میکنه همون شخصیتی از اونا را متجلی می سازن. یعنی می تو آدم ها را دارن قوای مقاومت که دارن که هیچ قوای مقاومت وجود ندارن. می گم میشه خوب می گم باز مرخی شکلنگ دار با تلویزیون شما باز با شما بریم گپ بزنیم. همون جواب ابلاها دیگه خاموشی است. اگه نیم اینجا چی کده بودم یعنی یادداشت گرفته بودم زبی اولای چطور که ظاهر گردید و باز چطور شد و باز خودت برای دست کش میکنه و دیگه میکنن. وقتی که یک نفر هم قدر بیچاره خورد شوه که یک شخصی را که قد دروهای دور ما نکدام علاقه با کار و منصب دارم، نه با پولی افغانستان دارم، نه طالب بالای ما کدام حکیمیت داره دیگه دارم، یک آزاد آدم هستم، ایرم میکوبم، اورم میکوبم، طالبم تا جایی که تانستیم. اما وقت مسئله نفاق طالبا بلند شد تبصره کردم با دیدم که نیه فضل خدا نفاق موجود نبود. از اونا گله کردم که تلفن نمیکنن، باز دیدم که تلفن کردن، بازشان تشکر کردم. یعنی در اینجا چی نقص و خساره چی هست؟ با هم شدید با هم وقتی که
امو چی در دل ما بود برشان گفتم، طالبه گفتم، طالبه نقد کردم، برش گفتم. و بالاخره او طالبا چی شدن؟ یعنی آمدن گپ زدن، ماشان تشکر کردم که آفرین. او را به خاطر اینه که برای ما تلفن، برای مردم افغانستان که توره کودن باید گوش بگیره، یک چیز را یاد بگیره، به عقل. هیچ خودت هم یک آدم هستی که هیچ چی میگه چلوت گاو میگه هر قدری رو جوش بتی و نرم نمیشه، می خودت هم تو هستی. بله مهربانی کنین صاحب. آقا ببخشید پیشترم زنگ زده باید قد میشم. یعنی می آدم چقدر بیغیرت آدم بود، طالبا کار کرد بگونن ناموس داده جای کرد وطنت آزاد کرد، تو یک بیغیرت انسان هستی بگو زنگ میزنی تو پیشم ننگ ناموس چطور میشینی که امریکا بالاخره چی کرده چی نکرده؟ امریکا چی کرده با ما؟ وطن ما وطن فروختین دیگه کردین، روزی از خدا نمیخواستین از امریکا میطلبین؟ خودت از شمالی گپ میزنی؟ بله ها بله ها. خب این می آدم هم قرار قراری سیش گپ میام نیست که زکس کار ندارن، نه ناموس مردم دجای هست، آزادی هست، یک آزادی که ها میخوای سرلوچی پایلوچی فامیلی سمیتالو نیست دیگه، همه چی هست. خدا در کم ما مردم باشه که ما طالبا رو بد ببینیم. حالا هر چیز روزی رسان خداست. به تو وقتای بود در دولت ها پنج ماه شش ماه ماش نمیگرفتن، چیز کس گپ نمیزد، حالا دو ماه ماش نگرفتن، سرصداشون غالمغالشون کل جای گرفتن. یک بیشر مردم هست، یک بیلیاز بیپاس مردم هست، آدم باید یه ذره خجالت بکشن. بیشر من چطور دلشان میشه که تلفون میکنن زنگ میزنن بعد طالبا رو میگن؟ خو امی قشر موجود است. حالا فرض کنیم فوتوشاپ با گفت که عکس بچه مسعود فوتوشاپ شده، مگر همایون افغان که میره برای یک ساعت راپور جمع میکنه کم و بیش، یا دیگه او خو فوتوشاپ نمیشد که یک راپور است میاره که اونجا هیچ مقاومت موجود نیست، وام فوتوشاپ است، یام فوتوشاپ است، وام است و مقاومت هم موجود است. اونجا بچه است ریگستانی است که چی بلد؟ خدا کنه یارا ای کنه که گم شوان سب یک جای مردی شد یک جای کلش دوست آدم خوب یکی نقاط دشتیست. اینا یادتان باشه اینا من از شمالی زنگ دادیم و دیگر روز یادتان باشه امین گفت بگنش دک سال اگر طاقت کردن اینا یا کلش دوست شهر بازار اینا چور بینداختن شام دیگر مردم از خانش برامده نمیتونست یا یک قدر بیغیرت مردم با زنگ میزنن از خدا روزی نمیتلبه از امریکا میتلبه نمی نمیست یا جای شد خوش نیستن بیغیرتی هم دیگه اندازه دیگه یا دیگه بیخی بیغیرت مردم است از خدا نمیترسن از رسول خدا نمیترسن نمیشن من یا اگر در روز آخرت در روز معاشر کتی کافر دستش بالا باشه کتی اسلام کتی هموطنش خدا کنه که بامره این کافرات دستش بلند باشه که سر به طلاق یاره پرتن در دوزخ کنه آمین دوست میگه آمین خدا دارم خیلی بسرمش همیشه مزم بزنم غیرت و شهامتی که تو داری خدا پدر مادر تا بیاموزه خدا اولادات کل زندگی سالی داشته باشه که اولادای ما یک جای خیلی خوب هستی دوستو داریم همیشه ما زنگ میزنیم باید بزنیم قربانی شم زنگ بزنه هر وقت تلفن بزنین ما بسیار خوش میشه من واقعیتا رو بشنم قربانی شم وعلیکم سلام او را باید دیگه بیچاره را خودم کوچه لندن این طرف طرف میگرده از بغض و کینه و از مشکلاتم تو کلش گنگ سه انگشت خود شمار خواد کرد همین چی میگه از غضب دیگه اینا میمیرن شب و روز بدنشان زهر تولید میکنن بله سلام علیکم بله خطاب صاحب سلام علیکم و علیکم سلام صاحب محمدی صاحب سنگه زغار ما چی پد داری بند خبر رو کم دا مختصری بخاطر بنده ما همو کسی که گفت که مقاومت از پنشیر جریان داره از امو آدم ما پرسان میکنم این گپ را باید بشنوه فرانسه همو مملکت است که بهترین بشر جهان را توهین کرده که رسول صلی الله علیه وسلم است و خود مقاومت سوم و چندم دفع از فرانسه گپ میزنه چی فکر میکنه که این مسائل که امی مساله را پیش میبره با وطن عزیز ما افغانستان بر جهان اسلام
مناسب است یا نی. اگر یه آدم یا کم ذره بر خود فکر کنه، کرایه که خود در پاریس یا در پنشیر صورت میگیره، از عفو عمومی که طالبان مجاهد اعلان کرده امور از بین میبره. یه باید متوجه باشه و تنها مردم در پنشیر نیست، دیگه مردم هم هست، اما حوصله مردم را از بین نبرین. ما خواهش میکنیم که از عفوی که از طرف امارات اسلامی برتان اعلان شده از او استفاده کنین. بس سمقدر دروغایی که گفتین، یک وقت با دست روسا افتیدن، بعد از او با دست امریکایا. اما کتابش پیش ما است که در انگلیسی که چقدر پیسه اینا از امریکایا گرفته، به خاطر چی؟ اسناد شما بخونین، کتاب را شما بخونین، به خاطر امو مردم افغانستان، به خاطر عقیده پاک اسلام شما گپ بزنید. زیادتر وقت نمیگرم، امان خدا. تشکر سید. بله، سلام علیکم. سلام خطاب سید محترم. و علیکم سلام، بفرم. خطاب سید محترم، ما خو اینم یقیدیم است که در باره افغانستان، ملت افغانستان آلو ملت سابق هم نیست. این ملت اقتدار اکثریت از این بسار افا میخواییم وحشی شده. این سلسله دولتداری را خواه امی کودت های افت صلب خداوند داره میاره تباه کنه، از بین برد. او خواه یک وقتی بود که یک والی یا کماندان در ولایت تعیین میشد، ایتو نبود که ولایت شورش کنه که بگه سر والی از برخشان آمده در پکتیا ما قبول نداریم، یا از پکتیا برد در سمنگان، سمنگان بگه که ما قبول نداریم، چون از یک دست مملکت اداره میشد. ولی کودت های افت سال این مردم از هم پاشان نفاق آورد، شقاق در این مملکت آورد، تجاوز آورد، از آنها بدبختی را همین کودت های چای افت سال را آوردن. آن این مملکت مردم یاغیست، مردم مسلح شده. بهترین کار اینمیست، اینمی طالبا خواهد چه که انتخابات نتیجه خود نداد، کرزای هم تقلب کرد، اشفغانیش هم تقلب کرد، پیسار هم چون کردن بردن در خارج، کوتی و تامید و خریدن. خدا از سرشان وخم کنه. حال باید طالبا به خاطر از این که جنگ خاتمه پیدا کنه، به خدا قسم است که عمر حضرت عمر فاروق بیاری در افغانستان پاشا بسازی که افغانستان امنیت کرده بتانی. بهترین رای نمیست که نمی طالبا برن به طرف انتخابات، یک انتخابات مردمی رو روی کار کنن، خودشان احساس شن که کس تقلب نکنه. بلد. انتخابات بساز، انتخابات اگر رای بردن قانون خدا بسازن، در غیر مملکت اونه به طرف جنگ رایی، جنگ جدل است. بسیار آیندید این مملکت وخیم است. من نظریات مینمیست اگر چیک طالب ها امنیت در کشور تقریبا آورد اون در شهر کابل، او خود یک تلفون می بود مردم ها میزدن میکشتن. حالا خدا میز، ولی خدا کنه که امنیت سرطاسری شود، اینه میده قانون را حاکم کنند به طرف انتخابات برند. من نظریات می نمید خدا کنه. من تشکری میکنم از جناب شما که مرا وقت داری. خانه تاباد، خدا شما را برقرار داشته باشه. خانه خود تاباد که تلفون میکنی لالا، آفرینت ولد. یک گپ خو میزنی، نظرت می دیگه قرار خواستن دانشون واز طرف آسمان چی گپ است. بله، سلام علیکم، از افغانستان میفرمایید. بله، سلام علیکم. خطاب صاحب، خیر و خیر. از کجای افغانستان میفرمایید؟ از پل خمری زنگ زدم. خطاب صاحب، بسیار حالا بسیار خوب است. چی گپ است در پل خمری؟ سر خیر خیرتی، فعلا امنیت برقرار، خب فضا هم دارم بارامی، کل مردم در فضای هم امنیت قرار. امی خب بهترین، یعنی شما که میگه قرار قراری، ولی همی اصحاب ما قرار می آرام بیشه. در سابق خب که هر روز تلویزیون وا میکدی که بم، که کشتار، که زدن، که افگار، که الا که چور است، چپاول است، الا در کابل مغازر زد، آدم کشت. دیگه حال فضل خدا مورو نمیشنویم. بسیار تشکر، اول خیر میتی قربانی شما. خیر باشی خطاب صاحب محترم. ما برنامه خود تا قبلا هم زیاد دیدیم، خودت یک آدم خیرخواه هستی و در ضمن از این ما بسیار زیاد خوش هستیم. همیش خودت حقیقت گفتی، راست گفتی، از اسلام گفتی.
چهره اسلام واقعیش خودت همیشه برملا کردی و مردم خطاب صاحب بزرگوار گپ خودت تمی طول اینمی 20 سال همیشه ما در پلخمی صدای فایر انفجار تو پی دی سی از طرف دولت اینمی طرف مجاهدین انداخت میشد شب و روز خواه نداشتیم خطاب صاحب بزرگوار و حال فضل خدا امنیت برقرار است مردم در فضای امن و آرام زندگی میکنن فضل رحمت خداوند و از برکت امارت اسلامی خوشبختانه مردم یک فضای آرامی را احساس میکنن فعلا و خدا بزرگ است که و خیر روزای آینده بهتر از روزای گذشته امنیت برقرار شد و همه مردم در کار بارش بخیر رسیدگی بکنن و همچنان مکاتب هم بخیر علاج را برای دختر خانم که کل مردم شکایت داره از امی بابت گیرام امارات اسلامی به گفته خودشان خود بیش از یام قرنطین کرونا بود دیگه ها یام فکر کنین که اونمون قرنطین است و در ضمن از یام وقت کم مانده به زمستان رخصتی ها میه انشالله و رحمان که سال بیشرو بود بخیر مکتب ها اعلام میشه و نوبت دیگه هر دولتی که تازه به کار آغاز بکنه یک زمان وقت میگیره بله 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 اما امیر من گفتم حالا خوب بیا زود در مای قوس به یاد ما میام خودم هم در مکتب بودم در کابل رخصتی میشد برای 3 ماه رخصتی و زمستانی بود درست میفرمایید بله بله دیگه عجله نداشته باشن انشالله و رحمان امی دولت بیادار ببانه مثل همیش خوبی ها رو بعد از انشالله مردم تجربه میکنن بعدی خود زیاد تجربه کردن دیگه امید است که مردم تعامل داشته باشن انشاءالله همه طوره بسیار مقبول صحبت کردی قربان شما خیر ببینین بسیار زیاد تشکر یکان بار تلفن بزنین صحبت کنین یکان چیزای نو نو اگر صورت بزرگوار حتما زیاد خوش شدیم خطاب تشکر لالای گل ما خودت نام خدا جوان افغان ما هستی همه تو بیان مردم روحیه بتین مردم امیدوار بسازین امروز بسیار از زیر جد چی میگم کسافات دوزدوزی و دیگه افغانستان بیرون شده و براستای واقعا خیر روان است بیایید خیر مقدم بگوین و دوست داشته باشین عزیز بدارین گرامی بدارین و ما بسیار خوش میشم یعنی که چی میگه در موی خمیر با پالو صاحب چرای تو کده او چرا تلفون کد زبی اولا ترای تو گفت ما او رو تو گفتم دیگه تانا و تانا بازی اگان بچه می بود بسیار تنبل می بود مگر شب و روز پشت همی ای بچه را آزار بتی او را تنگه بپر تو باز دوره یکی لط می کد پوزش پندیده می بود یکی دیگه او را خوانده بود هیچ چیز اما اعمال بد خودی دست بردار نمی شد اما بدایی که می گفتن اینه می فری جان بدایی خلاص مگر بیاین که چی کنین مثبت فکر کنین آنچه مثبت واقعی شده به شکل نسبی بله سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله و برکات رو بفرمید مهربانی میکنید مهربانی میکنید ستا باشید خطاب صاحب شما ببینید که امی شورای نظار و حزب جمعیت بر علاوه از این که رقابت با گلبدین راکتیار داشتن شما ببینید که انسان های نااهل چقدر بین خود یا بد بودن و چقدر با یکدیگه خود یا خیانت میکردن امی آقای نور یا چور ای خودش میخواست که رئیس جمهور شود عبدالله عبدالله از این طرف میخواست که رئیس جمهور شود صالح از اون طرف میخواست که رئیس جمهور شود قانونی از طرف دیگر او میخواست که خودش رئیس جمهور شود و هر کدام از یا یکی دیگر دام میماندن و یکی دیگر بدنام میکردن و دو میزدن باز میامدن پلوی یکی دیگر میششتن باز دو میزدن و پیهاب میکردن حتی شما اگر شاهد باشه که شاهد هستین که امی عبدالله عبدالله و عطا محمد نور بچی الفاظ رکی که در مقابل یکی دیگه یا باید دارم بله میگفتم چه میزنم چشمیتم بیده تو میکنم پوزیتم میپرانم میگه پا و تا و بالا بله بله تپالوی از این که زمان خود مسعود گرفته هم جنایتکار جنگی بود مسعود چرا که این ثابت شدگی است شاهدای عینی وجود داره که امروز میتونن که همون کمیسیون که در افغانستان
برای نوشتن تاریخ ایجاد شود با امروز شاهدهای عینی هستند که هیچ کس منکر شده نمیتونه با هزارها شاهدهای عینی هستند که کدام ها بودند که 60 تا 80 هزار نفر در افغانستان کشتن در کابل و اضافه تر از او را مجروح و معلول و معیوب کردن و چقدر نفر یتیم کردن و برعلاوه از این یا این چیز بر از یا مقدس نبود نه دین اسلام هم از دین اسلام یا سو استفاده کردن و برای رسیدن برای قدرت تو را وسیله جور کردن همچنان لسان قوم همی خود مسعود اظهاراتش هست هم تصویری و هم صوتی که یک راسیست است اقوام دیگر توهین کرده بعد گفته اقوام تاجیک قوم تاجیک به اصطلاح تاجیک کل ما افغان هستیم پیش ما کدام تاجیک وجود نداره و نکدام چیز دیگر کلگی ما مسلمان هستیم انسان هستیم افغان هستیم اما امروز ببینید که چه گرامی شده همی فضولا همی کثافت ها که از افغانستان دور شدن نه کسی امروز میگه که هزارها سرش ظلم است و نه کسی میگه که پنجشیری اوتا شده و یه گروه مقاومت که هست که مقاومت نیست گروه بغاوت از در مقابل چی ها مقاومت میکنن در مقابل مجاهدین کسانی که مملکت نجات دادن از دست اشغال از دست دوزا و مفسدین نجات دادن آیا مقاومت در مقابل از او میکنه خویی از نهایت رضالتش هست اگر مقاومت میکرد تا وقتی که افغانستان اشغال بود او وقت باید مقاومت میکرد این بیسواد بدبختی کودک نادان این بچی امو رسیس مسعود که هیچ وقت ایره ملت مردم افغانستان ایره نمیبخشیشه که چند جوان مظلوم در اینجا در کشتن داد و خودش و این بیغیرتی از یا که باز مردم دادم کشتن میتا و خودش باز میره عملال ساله و یا میگریزن میرن به خارج و در قصرهای خود زندگی میکنن همین خود محقق و خلیلی دمو روزهای آخر تلاشهای مذبوعانی خود کردن رفتن پیش مردم هزاره گفتن که باید شما ما در مقابل طالبا بجنگیم مردم هزاره سرای اقوام همه که برش فهمو یک نفر بسیار یک گپ خوب زدشه و این خلیلی برش گفت که ما میشه از شما پشتیبانی کردیم و نماینده شما بودیم گفت برادر نه پیاز خوردیم و نه دان ما پیاز بوی میده یعنی که نه شما کدام چیز پشتیبانی را ما را کردی نه کدام چیز برای ما داده و امروز نه انتظار کمک از ما داشته باشی و امروز برای اولین دفعه بعد از بسیار سالهای متمادی در افغانستان علمای شیعه میگه که شیعه و سنی برادر هستند و این وحدت و برادری ما را هیچ کس از بین برده نمیتونه و میگه اما تو که آدم میشنه دل آدم باغ باغ میشه و شاد میشه و آدم خوش میشه و خداوند همی برادری و دوستی و همگی اقوام و از همگی مزاید بله بهتر و روز بروز بیشتر بسازه که همی ارازل منافقین دستش بکلی از افغانستان تشکر آمان عجب صحبت کردی فرید جان خوینمون تو گب بزن بلا بزنید چخو مقبول صحبت کردی اگر نه انتقادم میکنی بشار شمرده مقبول صحبت کن دیوانه آره میدره در خانه مقبول گلاس هم بشکنن پیاله را میرم این طرف طرف بده و مشتوکای به ادب باره بعض چیزا را خود تمرین کن یک جایی که تلیفون میزنی همی آداب معاشرت خویاد بگی فری جان نی این از این آقای محترم که شنیدی گوش بتی که چی میگه یا غفوری صاحب که اگران تلیفون میکنه از استرالیا چخو مقبول یا نوشتر کو که یک چیزی ده بله سلام علیکم سلام از افغانستان میفرماین بله بفرماین 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 تلویزیون خاموش کنین بفرماین الو میشنم تلویزیون گل کو بیادر خاموشش کو باز گپای ما خودت شنیده نمیشه خاموش پنشیر چه رقم است و چرا مقامت نکرد چرا دیگه نکرد خب؟ اینا که میگه که چرا دیگه ولتا کتی ما کمک نکرد چطور شد چنان شد یا که میگه که کمک نکرد تو یک نفر از دیگه ولتا از 34 ولت افغانستان یک عکس دیدم پنشیر بوده باشه باز بگه که چرا مقامت چرا یه طور شد چرا اوتر شد غیر
کل تصویر، کل مردم دره پنشیر اگر شما تصویر داشته باشین، از سر دره تا آخر دره یک عکس دیگه مجاهد، یک عکس دیگه ولایت، یک عکس دیگه قهرمان. اگه باشه باز یا گله کنه و در غیر از یا باید گله نکنه خب باید که چرا سکوت شد، چرا آتو شد، چرا آتو شد. این چی رقم مجاهد خود کل اگه مجاهد بود جب عکس عواشا وسیط 34 ولایت افغانستان پخش میشه، قدرش میشه، دیگه میشه. چرا از یک ولایت دیگه، چرا از یک قهرمان دیگه، چرا عکسش وجه کشال نمیشه؟ ولی وکس ها را کلش ورداره هیچ کشال نکنن دیگه. یک سال دیگه مثل هم نمک سر زخمای مردم پاش دادم میرونم یار دیگه، دیگه نبینیم دیگه اکسی از یار فهمیدی؟ والا ما خودمیش سر تایران هم هر کدامش پف و پتاک میزنه، پف و پتاک، پف و پتاک، هیچی پف و پتاک هست. چرا که ما هم یک قهرمان داریم، یک شهید داریم، یک دیگه بود، یک دیگه بود، چرا اکسی از دور دم پنج تری پنشیب نبود؟ ما آیر راست میگیم، درست میفهمیم. تو کمک با بدخشان رفتی، تو کمک با پشه، تو با کمک با مزار رفتی، تو کمک با قندار رفتی که مردم بوده تا کمک تو بیا نه؟ نمه تو عکس عبدالجبار قهرمان تو جا نصب کردی؟ نه. وام یک شهید قهرمان بود. تو عکس نجیب نصب کردی؟ نه. وام یک قهرمان بود. تو عکس اونو گیر دیگه بسیار از قندار که از بسیار بسیار قهرمان ها بود، تو عکس از او را نصب کردی؟ نه. هیچ اکسی هیچ کدام رهبر نید، مجاهد نید، قهرمان نید، هیچ کس نید. باز یادیم سر دره پنشیر کدام تصویر اگه داشته باشید تو سکو تا آخر دره پنشیر هیچ. از رئیس جمهور نبود، از رئیس جمهور که فعلی نه از کرزایی بود نه از اشرف غنیش. میره میگه درست میفرماید، درست میفرماید. باز یا گله میکنه که والا اترست و اترست و اترست خود خواستی آنو تو زدی. مردم از بسیار بسیار جای رفته بود و جا پناه برده بود، با یک رقم بر آمدن که نه سلاش بر شما نه جیب بر شما نمو تایی کرد که وره تو توی رقم هستی، تو رقم هستی، توی رقم هستی. بسیار پشت زبان ها رفته بود اما جا پس هایی شد بیزد و بیابرو شد. بله بله یک دقیقه که بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. وعلیکم سلام. دمی دقایق آخر هستیم چند معذرت دونی صاحب همین تو یک یک دو تا که یک دو تا ایدگار هم بازیم. در نشست مسکو عکس العمل جهان چی است؟ این معلوم شود و این هم یک نشست مثبت خواهد بود به خاطر که یعنی چیزایی که جهان میخواهد چی میخواهند معلوم شود و یک زمینه خوب مساعد کرده خصوصا برای دولت امارت اسلامی که دولت امارت اسلامی میتوانه که در اینجا پیشنهادات خود به قسم سوال و جواب و می از خواسته های جهان ارائه کنه، مثلا که میگن که حقوق بشر بشون مثلا بوی که حقوق بشر یا دولت هم شمول بوی که حقوق بشر یا دولت هم شمول اما فعلا براتون برشون بوی توضیح به تو هم قسم سوال و هم جوابش خود دولت امارات برشون بوی مثلا بوی که حقوق بشری نمیست که روز 400 500 نفر افغان کشته میشد با ایمای تمام جهان در اینجا بمباردمان میشد، زنا دیگه اطفال معصوم گدایی میکنن، مردم در مواد مخدر بود، امروز کل چیزها گرفته شده، تامش و امنیت به سرتاسری تامین شده و در اینجا مثلا که کسایی که میگه که مثلا دولت هم شمول بوی مثل که نمیست فعلا از در افغانستان به جهان معلوم کرد که 49 کشور جهان با غلامای که 350,002 ملی را تشکیل داده بودن نتونستن که در افغانستان تسلط کنن. دولت هم شمول دولت امارت اسلامی است که تمام مردم افغانستان به اینجا اشغال از افغانستان بیرو انداختن، استقلال آزادی افغانستان گرفتن، امروز باید افغانستان تمام جهان به رسمیت بشناسه. قسم پیامای خودت امارات باید در اونجا بگویه و دیگه در حساب همی کرزه هم باید بگویم خطاب سر که کرزه کسی هست که یعنی مسئولیت چه امارات اسلامی داره دولت به خاطر که نفت دیگه مثل کرزه عبدالله بیاره به مثل تلویزیون های شیطان ترو یا از صدای امریکا که میاره این چیزها رو که سر زخم مردم افغانستان تا 20 سال یا نمک پاش دادن و جنایت کردن یارانوز میاره. باید که کرزه دولت امارات اسلامی اگه من خودم باشم در اونجا اولی رو میگیرم در سرش دو تا شاخ گوه بند کنم و دوم بخره در پشتش در کوچه های افغانستان در سار سراسر ولایتی را میبرم که مو اطفال یتیم که امروز یتیم شدن که خوش شد و ای را در نتو قواریش سیا کنم تا مثل عبداللهش دکیش همیش و رای نزاجایش کل از یاره امروز در پاکستان و مشرف چقدر خدمت کرد او را در پشت پنجره های
زندان انداختن پاکستان به خاطر یک خیانتش. امروزی که 20 سال مردم افغانستان آفرین درست میگی با تیارای جهان آمد به هلیکوپترها تاش دیگه هنوز هم آمده گپ میزنه این لعنتی و دیگراش بل... میخوایم نظر شما رو تشکر. درست آفرین. خوب شاخ گوابان و دیگر خواهیم خود طالب هم یعنی بسیار خیشتنداری میکند با سلام میداره دوز اگلت میکنه خوب رو شما دیگه نگوین که چرا می دوز برای یک انتباه مردم در یک شهری که دی چه 20 سال دوزا دوزی بود اما یک نفر دوزا اگر رد کرد و صاحب رویش سیاه کرد و یک رسمان دگردن یعنی مردم انتباه میگیره اشتهار معقول هست برای ای که دیگه دوزا دوزی رخ نده مردم مسئول باشه طالب بخاطر کنم یعنی خوشگذرانی نمیکنه که رقص مرده را باز خنده میکردن و دو انگام یا زایمان یک خانم در محضر عام ایره بخواه کدام مداوات شخصی نداره با دوز و دوز خوشحر اسلام میگه که در محضر عام باید مجازات صورت بگیره تا دیگه انتباه برداره از او ایره مطابق تک کتاب الله عمل میداره و خوب است مگر آمده این بالای مجازات این مردم یا یعنی واقعا بسیار جفا کردن امی هر طالبی که جان باخته هر انسانی که در امی بمباردمان و عملات استشهادی دیگه جان باختن مسئولیتش با امو وطن فروش ها راجع میشه که اگر اینا وطن فروشی نمی کردن امو در رکاب دیگران نمی دویدن برای اهداف دیگران چرا جنگ صورت میگیره عاملین جنگ در حقیقت امو مردم هستن یکیش حامد کرزای است حامد کرزای تبره شده نمیتونه امی عبدالله هر دو هم اونجا هستن ما میگم اینا رو نگذارن که از افغانستان فرار کنه مثل دیگرها یعنی اینا برای آینده به درد میخورن که اینا رو باز مردم افغانستان حداقل یعنی موف دل مردم بیرون شوه که اینا چقدر جفا کردن یو خب عقل عبد تلف کرده برادر یک وطن به خون شانده بود مثل که حالی حفیظ الله امین زنده باشه و طالب او را بالا سر بشانه که نظرت چی هست و طالبان ماستا استا دی دو ما بسیار کارا کردن یک دفعه در متن در 20 سال آنچه انجام دادن و در دو ماهی که واقعا در یک مدت کوتاه آنچه صورت گرفته تحایف است که طالب برای مردم افغانستان داده ای اگر حرفای یک چند نفر اقدمند و بیهوش و بیعقل که در متن زندگی خودشان ناکام و مشکلات شخصی دارن و قهر میشن و غالمغال کو هر کس دو بزن او در به هر جای در یک خیابان هم یک ایوان قو میزنه او رو بانین مگر یک نفری که به اوش از حد اقل برای عام مردم افغانستان میاندیشه او رو سرش فکر کنین بگه که باز در آینده چی میشه هم یا آینده رو خداوند میدانه طالب چی میکنه نمیکنه او رو نمیدانه مگر تا این دم آنچه که من عمره میتونم میتونست شما باور کنین بالای طالب من و انتقادی که کدوم میتونم کدام خصمانه ادعای چی شخصی و خودی شخصی ما با کس ندارم یا اگر زبیولای مجاهد اینجا بیاید در تلویزیون ما بسیار خوشحال شوم و خرسند یک وقتی خود زبیولا را آقای مومن شله بود که بیان یخ همه شکستاند و ما آمدن در مو وقت همی جرات کردم حالی هم همی جرات دارم میایه برای سوالات شما میایه که فرید جان چی سوال داری گل بابونه که در لندنی طرف طرف میگرده و اینجا تلفن کجا چتیات بگو اونجا یا سوالات معقولی دوستای ما خواهر و برادر ما در برابر شما او رو قرار میتونم اگه نیم همیز بیولای مجاید شما باور کنین اینم برتن سوگند یاد میکنم که ما هیچ وقت تلفن نوار داشتیم و امرا یکی از می طالبا خصوصا نمیز بیولای مجاید یعنی تاعتی نظر شخصی ما هیچ نداشتیم هر چیز بوده اینجا آمده خودش تلفن زده به موقع خدافیزی کرده باز دیگه ما به امرایش شخصا کدام تلفن نداشتیم که دیگه چطور استی بیادر دیگه چی گپا هیچ ما نداشتیم اما را آوردیم با شما روی ساختیم که شما سوالاتتان پاسو برحال بله سلام علیکم
په انګلستان کې د استوګن افغانانو خبرتیا په انګلستان کې میشت افغانان په پام کې لري چې په لندن کې د ملل متحد دفتر مخ ته د افغانستان د بیلیونو ډالرو اساري د ذخایرو د خلاصون په خاطر چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا قید شوي دي مظاهره په لاره واچوي. له ټولو خویندو او ورونو څخه هیله کوو چې د مظاهرې کې په ګډون کولو سره د افغانستان د اساري ذخایرو د خلاصون لپاره چې د هیواد په خلکو پورې اړه لري او د دوی ملکیت خپل غږ پورته کړي. د افغانستان دولت دې پیسو ته د معاشونو ورکولو د خوراکي موادو او د اورګانونو د اخیستلو او د اقتصادي څرخ د په کار اچولو لپاره اړتیا لري. دا راټولیدنه په هیڅ تنظیم او سیاسي ګوند پورې تړلې نه ده. له دې خاطره د هر ډول بیرغ د راوړلو څخه ډډه وکړئ. د راټولیدلو وخت البته یوولس بجو تر دریو بجو پورې د سه شنبې ورځ سبا د اکتوبر نولسمه. آدرس یم د 3 وایټ هال کورټ یونایټډ نیشنز اسوسییشن یو کې لندن. دغه ده ورور ته اعلامیه مې درکړه. زنده باد پیام افغان. دا پر پارلمان پر سړک باندې دی راسي هر ورځ پر هر هفته کو ان شاء الله دا نه پرېږدو لکه د امریکا شي ادې دی ورې کې نو کو دا قصيب جامع بیا دما پروګرام. او تاسو یو لس بجې فرق لري ښه ډیر وبخه کینه ما وخت دا خلک بریزو بلندن شي سدره دا اعلان مرته ما وخت چې لامر جنا یو ټلیفون راو کې راپور را کې او دې موږ یو لس وې تاسو یو لس فرق کې دا اوس او ډیره مننه قایص بر شي دی ویل نه نه سای څه چې خور ودان دغه موږ د دغه نیم ساعت په لین کې اومه شمال د اعلان باندې تیر شي ا دې دا د اعلان تیر کې خور ودا دا را هفته به ان شاء الله به را هفته. آفرین نر سره په خدای تعالی. السلام علیکم. او والا دا سپینه ګیره زحمت باسي فرید بشر برو مونږ د مظاهره کولای ته د زمین بزن ما عکسه مو چا مسودم په بربام ری مونته یک چیز خوکو بلا بزنید نه یادم میری سفید 80 ساله مظاهره میکنه که پول افغانستان ایلا بتن برای مردم افغانستان که ده اونجا پنچیر هم خوش شوه و نمیدانم لوگر هم دیگه همه خورسند شو. تو را بلا بزن خاک ده سرت گفتی هم و زنهای بیوه تو را چی بلا زده نید جوان بچه هستی برو از این قدیس بیاد بی. بله سلام علیکم. اجازه بتن یک دقیقه من مقامت دوم تشریح کنم. بله سلام علیکم. بانیو کی سب سلام علیکم سلام څنګه خی جوړ پخای خطاب سب نکره دی وای جوړ دی مخره په دې خلکو ته جواب باندې تدا څو مقاومت دوم تشریح میکړو. دا چې دغه کله دا خلک باید تعصب عینکه لري کې او وای وجدان بهترین قاضی د انسان لپاره. ځکه چې کدوی دغه قضاوت خپل وکي او ګوري دوی خو لیدلې دا شل کاله دیر کاله په افغانستان کې لیدلې دا د پنځیر وای واکمنانو په افغانستان کې چی شي کړی. اول ورځ چې دی کابل ته راغله تلویزیونونه وای هغه پکې غلا کړلې په تخت باندې جنپا کې خیزه کې ویلې په مولي کابل ټول وران کړ. ټول کابل دی وران کړ. دا مسؤلیت دی په غاړه نه اخلي. بیا لاړ ګوره په دې شل کالو کې 25 کالو کې په ټول افغانستان کې بمونه ورېده. په پنځیر کې آرامي و یو تک مونږ نسو یو شاهد د دې شداد چې ګوره په ټول افغانستان کې امریکایان مرسو په پنځیر کې د چا فازه وینې نشو. دې باید دې ته راوځي او وایي چې په دې پنځیر کې ولې د امریکایي فازه وینې نشو. دا مقاومت چیرې و او نن دغه خلک چې په اروپا کې خیزه کې وترته کې وحي او په اروپا کې دا یهودانو کمونستانو دا یهودانو ماټریالستان راولي او په افغانستان باندې حاکمي دا خلک ځان ته نه ګوري چې رښتیا دوی اعمال ده. د ربانی به زمانه ته وګوره د دوی کورنۍ ته وګوره د دوی غلا ته وګوره. دا
قضاوت ولی دین کی اس بیا پی بل چوبان قضاوت دی خلق لگی دی خلق دادی او خلق دادی او دا مجاہد رښتا وای او یا دروغ وای مجاہد کار وا مال قدم معلوم ده کرامخ پراته دی د دې ته دا نه ښکاري چې دا په غرب دا د ټوله دنیا په طالبانو باندې څو ورځې راوستې دي نه 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 په رسمیت پیژني اوله خو که زه طالب یم زه د بعضو مملکتو رسمیت ته ضرورت نه لرم که ما به عربستان په رسمیت وپېژني چې تجارت لرم ورسره څه شي لرم چې هغه مې وپېژني که ایجپت مې وپېژني که بعضو ملکونه مې وپېژني څه ګټه لري څه تاوان لري که ټول افریقا ما ونه پېژني څه ګټه مې لري حتی امریکا هم که ما وپېژني که ونه پېژني ګټه نه لري ما افغانستان باید ځان ته دینه نه پکرو کې مونږ چې شي کوي سو راځه لدی خلدی لدی غریبی نه څنګه ځانو پوس لاسته یې وای وای په خره باندې تیږي کته کې یو باندې جوړ کړي خر کو ډیر لرو کنه تیږي کو ډیر لرو کنه اوه اوه ولی خو ډیر لرو چې ځان ته یو شی جوړ کو خوره خو له روز مکه ترلې خوشو څه کو چې په زرها زرها باغونم جوړ کړي انار په اندار څه تلې گو ولی دغه دغه باغونه کال ته ټول غنم جوړ نه کړو سر وریج نه کړو چې نسم وړي نه په به میوه کېږي ما به غنمو به جواره نه کېږي فکر وکړو که دا رقم فکر وکړو مونږ هېڅ وخت خرابېږو نه ولې ولې بل چا ته لاس ونیسو چې هله ماته دا راکړه ماته دا راکړه ماته دا راکړه د هر یوه بله ورځ د مزار د حیرتانو بند مې لیده چې آمو دریا د مونږ خاوره وړي دغه هر یو که سالنګ نه تېرېږي هر موټر کې وایي چې یوه ډبره را وړه په دې حیرتان بند کې سړک سیند غاړه کې واچوي یوه یوه تیږه څو موټر ځي هره ورځ تر حیرتانه پورې دغه دغه مخه نیول کېږي چې دغه خاوره دې مونږ چیش دي مونږ فقط هر وخت فکر کوو چې دا خلک مونږ ته دا وکړي دا وکړي د امریکا چا اباده کړه چا قرض ورکړه چا مفته پیسې ورکړه چا مفته ډوډۍ ورکړه رښتیا وایي رښتیا وایي دغه امریکا کې په 1930 په څلوېښتمه لسیزه کې پنځوسمه لسیزه کې دلته خلک وایي وایي مونږ دې بدې دې څوټو د جوارو جوالو بوجې چې جوړولې هغه کالي ما اغوستل په 1930 کې په څوټو هغه ریسیشن چې راغی خلکو چې نه خوړل خلک مړه شول په آیرلند کې خلک د پټیټو په فامن کې څومره خلک مړه شول مونږ خو لا خلک نه دي مړه شوي خلک چې نه دي دا څه وخت به په خیرات لاسوړې به م خیرات ته نیولي چې هله راکه او راکه او راکه او راکه دغه خاوره په لاس په خاوره کوي جوړ کړي یو شی د خټو کور جوړ کړي د خټو یو لاره یو لاره او سړک جوړ کړي یوه یوه تیږه له غره نه واخلي سیند ته یې واچوي اوبه بندېږي یوه یوه تیږه هر یو انسان کرو ناست شي وایي چې دا وکړو هغه دې وکړو دغه خلک چې چټچټې دي خو هغه ګرځي په دې بازارو کې وایي کار نشته کار نشته زه کار خو نشته بې کاره خو یو سیزي لاړ شي عقل دې یوه تیږه خو سر کې اوبه واچوي نو اکثره باید مونږ او تاسو خپل قضاوت وکړو لاس ځان ته نږدې کړو نه چې لرې له ځانه لرې کړو له خلکو نه یې وګورو او بل دا مکتبونه چې دي دا هر څوک چې شخصي د ښځو لپاره مکتب غواړي چې لاړ شي شخصي مکتب خلاص کړي هایسکول یې خلاص کړي کالجونه یې خلاص کړي پیسې ورته کړي چې یې لرې تعلیم ورکړي ټوله دنیا کې کالج په پیسو ده امریکا کې ته کالج په پیسو نه ده مونږ تاسو ټول پیسې نه ورکوو هلته نیم ورکړي تر څه وخته به مف خوراک کوو هر شی به مفت وي تعلیم به مفت وي شبخانه به مفت وي سړک به مفت جوړېږي هر شی به مفت جوړېږي یو روپۍ ټاکس نه ورکو یو سیستم باید خلک په سیستم فکر وکړي څنګه سیستم جوړ کړو چې موږ خپل په خپل پښو ودرېږو ځکه چې امریکا او غرب ټول دنیا په خپل پښو ودرېږي موږ دغه رقم یې خیرات ته څو وخت په خیرات باندې راځي او خیرات به ختمېږي نو دې موږ لاسونه ورټولېږي ډېره مننه ډېر وخت کې ته دې ویلې خدای دې خیر درکړي مذهب زنده دلان خوابې پریشانی نیست از این خاک جهانی دیگری ساختن است. می خود پلان مارشال و مسئله اروپا و بعد جنگ دوم بهترین مثال است برای مردم. گاندی وقتی به هندوستان آمد و یک امپراتوری 300 ساله را به پایان رساند آنچه بود که آقای جلالیار تشریح کردن نمو چی میگه خمتا میگن یا لباس تکه سفیدی را که خود هندوستانیا میرشتن و میبافتن و میپوشیدن و میگه به مراتب شرف داره به خود متکی باشین دیگه نه مال اشغالگر بخرین و نه پولش بگیرین و نه در دستگاهشان کار کنین بهترین جنگ همی است که متارکه کنین با اونا با زور بازوی خود حتی
رفت در دریا مردم برد گفتن نمکتان از بحرتان بگیرین با بسیار کمتان بسازین و بسیار با افتخار زندگی کنین. در تاریخ بسیار چیزا گذاشته. خود پیغمبر اسلام همی مسئله خندق بارها عرض کردیم، چندین روز مسلمان ها نانواو نداشتن، محاصره بودن. یکی آمد که صحابه پیغمبر گفت من از گرسنگی میمیرم دیگه، زورم بیل زدن ندارم، چی کنم؟ پیغمبر اسلام دامن مبارک خود بلند کرد گفت یه نبیندن ما خودم سنگ بسته کردیم. یعنی دارین الگو، دارین محک، دارین برین افغانستان عرب راکه و ریخته بتیو که بخورم، بتیو که دیگه 20 سال شما آورد برتان خوردین، دزدیدین و دیگه کردین، آیا کدام چیز از او درست شد؟ دیگه دو ما طاقت چیره ندارین که علی اخچال خودم میفروشم و که کرتی خودم میفروشم و او کسایی بودن که کلی دروغین رفته بودن اروپا هم سایره گفتن کالای ما رو بفروشن. یکمه که تعمق بکار است واقعا نمو خود دیپندنسی. در گاندی میگه یک بار امریکا آمده بود در اینجا، بعد از اینکه پس از سفر برمیگشت و بسیار کم گپ میزد، بسیار هم یک جمله از او بسیار پرمعنا میشد، باز همو سرخط اخبار دنیا میگردید. میگه امریکا آمد و از اینجا پس برمیگشت و باز در میدان هوایی یکی آمد از پرسید که یا گاندی امریکا را چطور تعریف میکنی؟ با یک جمله برای ما بود. بازو گفت با یک جمله خوب برات نمیگم، با یک کلمه برات میگم. بازو رو گفته بود والنتیرزم. والنتیرزم بسیار کلمه چیست که مردم رضاکارانه در حقیقت در امریکا کار انجام میده، ضرور نیست که کس دیگه برشان بگه، خودشان برای امار، برای خوشبختی های خود میکوشن. همه تو که جلالی ها صاحب گفتن ولی ما رضاکار یک چیز رو نمی کنیم، باید حکومت باشه، باید ما بریم پول بسازیم به امریکا باشه، یک کسی دیگر کسافت بیاره که ما بخوریم و بنوشیم، قرار خواب باشیم بدوزدیم. 20 سال ما رو تو برباد کرد که متکی بودیم با دیگر، هر چیز ما اتکا داشتیم با دیگر. واقعا نمیتون بود گران دوستان و تاثیر یا با خدای سپار و پا مخمخه بیا با سباسر انشالا غگیو. خدا حافظ.